درودی دوباره بر همه دوستان عزیز با یک دیگه از برنامه های مجموعه برنامه های ایران پایان در خدمت هستیم و از بخش محیط زیست مجموعه ایران پایدار رفته رفته به پایان سال 1401 نزدیک میشیم و ما بنا داریم هر سال در فاصله 7 آبان که به نظر میرسه یکی از قابل اتکاترین تاریخ ها برای تاریخیه که بتونیم بگیم که یک جغرافیای سیاسی و یا دولت ملت به اسم ایران تأسیس شده و حالا البته قبض و بستی هم این مرزهای جغرافیایی در طول تاریخ پیدا کرده و ایران کنونی تنها یک بخش از اون ایران بزرگ و تمدن بزرگی هست که به نام ایران در طول تاریخ میشناسیم. به نظر میرسه این تاریخ یکی از قابل اتکاترین تاریخ ها هست برای اینکه بخوایم بگیم که خب تاریخی برای تأسیس ایران. و همین دلیل سعی میکنیم هر سال در فاصله 7 آبان تا پایان اسفند مجموعه برنامه هایی رو برگزار بکنیم که توی اون برنامه ها گزارشی رو در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ایران از منظر شاخص‌های مختلف بدیم و ببینیم که در پایان سال نسبت آغاز چه تغییر و تحولاتی رو در وضعیت این حوزه ها تجربه کردیم، آیا وضعیت بهتری رو شاهد هستیم یا خیر. و این برنامه ها به ما کمک میکنه علاوه بر اینکه یک نگرش و بینشی رو پیدا میکنیم نسبت به مسیری که در طول سال گذشته داشتیم و طی کردیم، به ما کمک میکنه که با شاخص ها و با زیر شاخص های آشنا بشیم که برای رصد وضعیت پایداری ایران در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی میتونه به کار بیاد و در حقیقت یک قطب نمایی برای حرکت به سمت ایران پایدار. یعنی وقتی که از این پایدار صحبت میکنیم طبیعتا در حالت ایدئال وضعیتیه که اون شاخص ها هر سال نسبت به سالهای گذشته وضعیت بهبود یافته ای رو داره، وضعیتشون بهبود پیدا کرده و در حالت ایدئال در اون شاخص ها ایران در گذر سالها رفته رفته به کشورهایی نزدیک میشه که در اون شاخص ها از وضعیت مناسبی در مقایسه با بقیه کشورهای جهان برخوردار هستن. در ارتباط با این تاریخ برگزاری تاریخ برنامه که ذکر شده، وضعیت محیط زیست ایران در 2561، ما طبیعتاً در سال آینده برنامه‌هایی رو برگزار می‌کنیم و سعی می‌کنیم این تاریخ رو به بحث و تبادل نظر بگذاریم، شاید به تاریخ بهتری برسیم که مورد اجماع محققان تاریخ و اندیشمندان باشه. طبیعتاً میشه اون تاریخ رو انتخاب کرد، اما طبیعتاً کشور و سرزمینی مانند ایران با تاریخ طولانی خودش نیازمند یک تاریخی هست و نیازمند اتکاب تاریخی هست که کل این تمدن رو در طول هزارهای گذشته بتونه برای ما نمایانگر باشه و بیان کنه. در هفته جاری ما 3 برنامه رو بکنیم. اولین برنامه‌ش رو که امشب در خدمتون هستیم و در خدمت استاد عزیزم آقای مهندس محمد درویش هستیم، سردبیر بخش محیط زیست ایران پایدار، که در اون سعی میکنیم وضعیت محیط زیست ایران رو در سال 1401 و در سال 2561 از تأسیس دولت ایران مورد بررسی قرار بدیم. در برنامه دیگه به وضعیت اجتماعی ایران میپردازیم و در یک برنامه هم وضعیت اقتصادی ایران رو در سال گذشته سعی میکنیم رصد کنیم. مجموع این 3 برنامه در 3 حوزه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ما کمک میکنه که یک بینشی رو نسبت به تغییر و تحولات سالهای گذشته داشته باشیم و در عین حال با شاخصهای آشنا بشیم که بر اساس اون شاخصها وضعیت پایداری ایران رو در گذر سالها رصد. من توضیحات بیشتری رو در ارتباط با برنامه نمیدم، طبیعتا در خدمت آقای مهندس درویش هستیم، نکات ارزنده ایشون رو میشنویم. مهندس درویش عزیز، اگر صحبت مقدماتی با بینندگان برنامه و شنوندگان برنامه و بینندگان و شنوندگانی ممکنه بعدها این برنامه رو ببینند و بشنوند هست بفرمایید تا سراغ قسمت اصلی برنامه و پرسش های ما از شما. بله، منم مجددا سلام عرض میکنم به تو سجاد عزیز و خدا قوت میگم. یه سال دیگر رو در کنار هم در ایران پایدار داریم به پایان میرسونیم و کاملا شاهد هستم که تولید محتواهایی که در ایران پایدار داره اتفاق میفته خیلی شتابان داره، مورد توجه قرار میگیره
و برغم اینکه شبکه‌های اجتماعی به شدت فیلتر هست، ولی من میبینم که این محتواها خیلی مورد توجه قرار گرفته و شک ندارم که سال آینده هم سال بهتری خواهد بود و انشاءالله ما بتونیم از همه هموطنانی که چه در داخل و چه در خارج کشور دلشون برای ایران میتپه و میتونن به تاباوری ایران کمک بکنن در حوزه‌های مختلف استفاده بکنیم، ایران پایدار تریبونی باشه برای طرح دیدگاه‌های اونها و انشاءالله به راهکارهای جامعی برسیم تا بتونیم یک چشمانداز مطمئنی از ایران در چند دهه آینده رو به تصویر بکشیم، فارغ از اینکه چه سامانه مدیریتی و وجود داشته باشه. موضوع محیط زیستم خب موضوع فوق‌العاده مهمیه و تقریبا هر سال من خودم تلاش کردم که جنبندی از وضعیت محیط زیست کشور بکنم و اون رو در اختیار قرار بدم به شکل نکات مثبت، منفی و پیش بینی وضعیت آینده، و فکر میکنم این گفتگو هم از این منظر گفتگوی جالب توجه باشه و ماندگار باشه، به خصوص اگه سال آینده دوباره به این گفتگو رجوع کنن میتونن درک کنن، بفهمن که چقدر از صحبتهایی که امروز کردیم و پیشبینیهایی که برای آینده کردیم محقق شده یا اینکه در واقع احتمال داره برخیاش با از واقعیت دور شده باشه. من طبق روال معمول بعد از پایان گفتگومونم فرصتی رو فراهم میکنی برای اینکه دوستان اگر سوالاتی رو دارن پاسخ بدن. بله دقیقا در دقایق پایانی برنامه 15 یا 20 دقیقه پایانی برنامه در خدمت دوستان هستیم که اگر پرسشی داشتند طرح کنند و در حد امکان به اون پرسش ها هم پاسخ داده بشه. ما همونطور که آقای مهندس درویش فرمودن در سال گذشته خوشبختانه موفق شدیم در حوزه های مختلف محیط زیست، آب، خاک، هوا برنامه های مختلفی رو با حضور کارشناسان و متخصصین برگزار بکنیم و حوزه های مختلف رو رصد کنیم و ببینیم که وضعیت ما در ارتباط با جنگل ها، خاک، هوا و آب ایران چگونه است. این وضعیت نتیجه اثر چه عواملی بوده و چه راهکارها و راهبردهایی رو میتونیم پیشنهاد بکنیم برای اینکه در صورتی که روزی روزگاری بنابر این بود که سخنان و متخصصین و صاحب نظران گوش داده بشه و بر اساس اونها عمل بشه راهکارهای مقدماتی روی میز وجود داشته باشه تا وضعیت محیط زیست ایران رو از این وضعیت ناگوار در مرحله اول جلوی این روند ناگوار رو بگیره و حالا در گام‌های بعدی امیدوار باشیم که در سال‌های آینده وضعیت بهتری رو در حوزه‌های مختلف محیط زیست ایران تجربه بکنیم. خب من در ابتدای برنامه هم از همه دوستان خواهش می‌کنم که میکروفون‌ها و دوربین خودشون رو ببندن که تمرکز بیشتری روی صحبت‌های آقای مهندس درویش داشته باشیم و حالا اگر لازم بود و احساس کردن که دوست دارن صحبت‌ها رو به صورت پرسش‌های خودشون رو به صورت حضوری بیان کنن در بخش پایانی برنامه در خدمتشون هست. آقای مهندس درویش، اگر قبل از اینکه بریم سراغ وضعیت محیط زیست ایران در سال گذشته و پرسش‌هایی که به اون ارتباط پیدا می‌کنه، یک پرسش بسیار به نظر من وجود داره که البته در برنامه‌های مختلف شما و میهمانان برنامه تا حدودی به اون پرداختن، اما شاید لازم باشه یک جمع‌بندی دوباره در مورد اون داشته باشیم و اون پرسش این هست که آیا چرا باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی چه در بُعد سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران در چارچوب محدودیت‌های محیط زیستی ایران صورت بگیره و حالا عده‌ای معتقدند که شاید با استفاده از ابزار تکنولوژی بشه بر این محدودیت‌ها غلبه پیدا کرد، اما طبیعتاً می‌دونیم که اگر در اندیشه یک ایران پایدار هستیم ما باید این ویژگی‌ها و این محدودیت‌ها رو تا حدود زیادی به رسمیت بشناسیم، بهش احترام بگذاریم و سعی کنیم در چارچوب اونها زندگی، منش و سیاست‌گذاری‌های خودمون رو سامان بدیم. می‌خواستم اگر امکان داره در ابتدای برنامه برای ما توضیح بدید که چرا باید این چنین باشه، یعنی چرا نظام‌های سیاسی فارغ از ایدئولوژی‌ها و نگرش‌های مختلفی که دارن، نظام‌های سیاسی که در این سرزمین مستقر میشن به ویژگی‌های بومی اقلیم و محیط زیست ایران توجه بکنن
و خودشون رو در اون محدوده تعریف کنن یا هوس فراتر رفتن از این محدودیت ها و این ویژگی ها به سرشون راه ندن. ببینید یه موقعی بودش که متفکرین دنیا بر این باور بودن که جهانی که دارن توی زندگی میکنن یک جهان در واقع بی انتهاست، انتهایی نداره و هر قدر که ما مصرف کنیم تموم نمیشه، ماهی ها تموم نمیشن، درختان تموم نمیشن، اکسیژن تموم نمیشه، آب تموم نمیشه و در واقع هیچ حدی برای استفاده وجود نداره. تا سال 1972 میلادی که اولین کنفرانس جهانی به عنوان کنفرانس سران برای یک موضوعی که هیچ ربطی به اقتصاد و سیاست و جنگ نداشت شکل گرفت، عقیده غالب جهانیان این بود که دنیا بزرگتر از نیازهای بشره و بشر میتونه در واقع با خیال راحت هر جوری که میخواد در واقع زمین رو مسخر خودش کنه. ما حتی در فرامین مذهبی در ادیان مختلف هم به انهای مختلفی موضوع رو میبینیم. مثلا باروخ اسپینوزا که یکی از قدیسای مشهور غربه میگه که جهان بشر به موجب حقی که پروردگار به عنوان اشرف مخلوقات بهش داده این قدرت و اختیار را داره که از هر نوع تغییری که به نفع بهبود کیفیت زندگیش باشه در زمین برخوردار باشه و اون رو عمل بکنه. اصولا مفهوم اشرف مخلوقات که در ادیان مختلف از جمله اسلام هم اومده متاسفانه به غلط یعنی همین استنباطی رو یاد میکنه که بشر این حق رو داره که چون باهوشتره، خردمندتره، قدرتمندتره از هر کاری که دلش خواست در زمین انجام بده. ما بعد از اینکه راشل کارسون کتاب بهار خاموش رو منتشر کرد، بعد از اینکه در واقع در ماجرای جنگ ویتنام متوجه اثرات غیر قابل جبران بمباران‌های شیمیایی ارتش آمریکا به عنوان نشان نارنجی شدیم و در واقع اولین پیپرها و پژوهش‌ها در مورد محدود بودن ظرفیت زیستی منتشر شد، متوجه شدیم که اشتباه کردیم و در واقع بشر تونسته نزدیک به 30% از کل گونه‌های آبزی آب‌های شیرین رودخانه‌ها رو فقط به خاطر سدسازی از بین ببره. 25% از کل گونه های آبزی در اقیانوس ها به دلیل سید بیرویه و ورود آلاینده ها از بین رفته. ما در واقع بدترین تجربه پاک تراشی جنگل ها رو در طول یک قرن اخیر داشتیم در دنیا و همچنین آلودگی هوا در واقع تونسته در سال بیش از 7 میلیون نفر رو بکشه و اینا همه نشوندنده محدودیت در واقع ظرفیت زیستی بود. بعد از ورود ماجرای گلوبال وارمینگ و کلایمیت چنج و در واقع اینکه بشر متوجه شد که داره با انتشار سالانه 48 میلیارد تن CO2 به نیوار در واقع به تسریع گرم شدن کره زمین کمک میکنه، در واقع آخرین تیر به تابوت تفکری که فکر میکرد دنیا هرگز در برابر نیازهای آدمی کم نمیاره زده شد. ما از 1980 به این سو متاسفانه میزان برداشتمون از زمین بیشتر از میزان تولید بوده و الان دولت ها به این درک رسیدن که محیط زیست حتما و حتما به عنوان بستر زندگی، بستر تولید باید مورد احترام قرار بگیره، باید هوایی باشه تا شهروندان یک کشور در اونجا نفس بکشن، آبی باشه که بنوشن و همچنین آرامشی زیر 60 دسیبل وجود داشته باشه که بتونن حیات رو به رشد خودشون ادامه بدن تا اون وقت خلاقیت ها، کارآفرینی ها، تولید ثروت اتفاق بیفته و به اصطلاح چرخ اقتصادی کشور بچرخه.
ما مثالهای بسیار زیادی در انواع اقسام کشورهای شمال جنوب داشتیم که نشون میده که ذبح ملاحظات محیط زیستی در پای شاخصهای اقتصادی سبب شده که اون شاخصهای اقتصادی هم با سر به زمین بخورن. خوشبختانه خیلی هم نباید راه دور بریم، در کشور خودمون مصداقهای زیادیش رو شاهد هستیم. ما در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به بهانه ای که میخواستیم 200,000 شغل جدید ایجاد بکنیم، در طول 8 سال گذشته بیش از 50,000 میلیارد تومان پول خرج کردیم که در واقع دریاچه ارومیه ای رو که به خاطر اون اشتغال خوش کردیم دوباره احیا کنیم، و متاسفانه همطوری که میدونید احیا نشد. و یا در خوزستان که ما بزرگترین سرمایه گذاری نفت و گاز رو داشتیم، بیشترین تولید کشاورزی رو داریم، بیشترین رودخانه ها رو داریم، بهترین منطقه آزاد رو داریم و بهترین تالاب های ایران منطقه در خوزستان قرار گرفته، اما ما شاهد شتاب گرفتن نرخ مهاجرت از استان هستیم. 10,000 معلم از استان رفتن، 10,000 معلم دیگه میخوان برن، کارگرای ماهر استان رو دارن ترک میکنن، سرمایه گذاری هایی که در حوزه رونق بومگردی گردشگری اتفاق افتاده بسیاریش با شکست روبرو شده، و خوزستان با اینکه نرخ زاد و ولدش بالاترین نرخ در کشوره، اما افزایش جمعیتش طبق آخرین سرشماری کمترین حد بوده. خوزستان یه آزمایشگاه است که به ما میگه که اگر که ما به محیط زیست توجه نکنیم و اون رو در پای منافع اقتصادی، سیاسی یا هر منفعت دیگری ذبح بکنیم، اتفاقا اولین قربانی همون منفعت ها هستن و کشور درگیر ناپایداری میشه. پس طبیعتا و خردمندانه اینه که ما در تنظیم بودجه کشور، در تنظیم چیدمان توسعه کشور، در تنظیم آرمانهای توسعه حتما مسئله محیط زیست رو جدی بگیریم. سند چشمانداز 20 ساله کشور به همین دلیل اشاره شده که درسته که قراره که ایران جزو در واقع کشور ممتاز منطقه با ویژگی هایی که در سند اومده قرار بگیره، اما یک جمله کلیدی داره گفته که در افق 1404 ایران باید برخوردار از محیط زیست مطلوب باشه. یعنی که اگر محیط زیستش مطلوب نباشه، هیچ کدوم از اون دستاوردها در واقع قابل دفاع نخواهد. ممنونم آقای مهندس. اگر موافق باشید بریم سراغ سال 1401 و ببینیم که از نظر شما بهترین یا بهترین و بدترین رخدادها محیط زیست ایران به نظرتون کدوم رخدادها بود؟ آره، یه مروری کردم ظرف یکی دو روز گذشته که ببینم چه اتفاقاتی در واقع در حوزه محیط زیست ما در طول 1401 رخ داده که مثبت بوده یا منفی بوده. اول مثبت‌ها رو بگم یا منفی‌ها رو بگم؟ اگر موافق باشید منفی ها رو بگید که بعد بریم سراغ مثبت ها. بله، خب منفی ها الا مشالله زیاده، من بعد توشون یه مقداری خب میخوایید پس اون مثبت ها رو بگید مهندس؟ اگر فکر میکنید اون اول یکی دو تاست، بله مثبت ها رو بگید تا بعد بریم سراغ منفی. نه حالا من اون منفی ها رو بگیم طعم مردم بذار آخرش خوش باشه. حقیقتش اینه که ما در 1401 اولین شوکی که به من وارد شد بحث باغ گیاهشناسی ملی ایران بود که در تهران، در غرب تهران هست. این باغ بزرگترین باغ گیاهشناسی جهانه، 150 هکتار وسعت داره، بیش از نیم قرن از تأسیسش میگذره و در واقع یک موزه واقعی تمام پژوهش‌ها در حوزه طبیعی میتونه محسوب بشه. ولی متاسفانه خب ما وقتی این باغو زدیم سال 1345 اونجا 6 تا چاه زدیم در عمق 80 متری، الان که داریم ما هم صحبت میکنیم عمق چاه به 230 متر رسیده، یعنی 150 متر ما مجبور به کف شکنی شدیم. با این وجود 3 تا از چاه ها کلن خوش شده و فقط 3 تا از چاه ها باقی مونده با در واقع دبی خیلی کمتر از روزگار اولیه‌شون.
باغ گیاهشناسی به شدت در معرض در واقع تنگناهای آبی قرار گرفته، علاوه بر این به شدت در معرض آلودگی صوتی قرار داره و همچنین کیفیت هوایی که باغ گیاهشناسی داره ازش برخوردار میشه به دلیل اینکه در پایین و در بالا دو شاهراه اصلی غربی شرقی یعنی بزرگراه همت و آزادراه تهران کرج مستقر شده و همچنین ساختمان سازی های گسترده در منطقه 22 اتفاق افتاد، همه و همه دارن باغ رو تهدید میکنن. علاوه بر این رودخانه وردآورد رو شهرداری تهران بسترش رو اومد سیمان کرد و دیگه اجازه نداد که به صورت طبیعی آب در منطقه در واقع فرو بره. همه اینها رو ما سالهاست که داریم هشدار میدیم که اگه میخوایم این سرمایه ملی حفظ بشه، که شما هر دیپلماتی یا بازدید کننده خارجی میاد اول میاد باغ رو ببینه که بگن که در ایران چه اتفاقات مثبتی هم افتاده. حالا یک باره ما متوجه شدیم که در واقع بعد از تغییر شهردار تهران و اومدن آقای زاکانی و تیم شورای شهر، اونها چراغ سبز نشون دادن به پیمانکاری که میخواست در ضلع شمالی باغ گیاهشناسی مجموعی از برچ ها رو بسازه و اگر این برچ ها ساخته بشه عملا در واقع باغ گیاهشناسی از حیز انتفاع خارج میشه. همین الانش هم در آستانه فروپاشیه و با ساخت این برچ ها نابودی چشمنداز ها و افزایش فشار بر منابع آب ما در واقع شاهد نابودی برد. خیلی هم دوستان تلاش کردن که بتونن جلوی این کارو بگیرن، گفتن که اینها یک پروژه هستش که کارفرماش نظامی هست و فروختن، پیش فروش کردن. اتفاقا تو پیش فروشش هم گفتن که بیاید اینجا رو بخرید چون چشماندازش باغ گیاهشناسی ملی ایرانه و متوجه نشدن که این باغ در واقع چه سرمایه ارزشمندیه. به هر حال این اتفاق غم انگیزی بود که امسال رقم خورد. همین امروز هم که ما پیگیرش هستیم میبینیم که نتونستن جلوی این فعالیت بورسازی رو در شمال باغ بگیرن، حداقل اون رو تبدیل بکنن به یه سری خونه های ویلایی که این چشمنداز رو تخریب نکنه، فشار رو کم نکنه. موضوع نگران کننده بعدی که در امسال رخ داد، باز با تغییر دولت، تغییر شهردار، تغییر شوراهای شهر، ما شاهد این بودیم که همه برنامه هایی که دولت قبلی و شهرداران قبلی برای تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به بوم محوری داشتن، برای تشدید تقویت در واقع مسیرهای ایمن دوچرخ سواری و مسیرهای پیاده راه داشتن، به یک بار متوقف شد. حتی برخی از این مسیرهای ایمن دوچرخ سواری بخشو در شیراز، در اصفهان، در تهران، در خیلی از شهرها دوچرخهای اشتراکی که به عنوان بیدود در شیراز و تهران را افتاده بود برچیده شد و شکست شدن و حتی مقامات شهری اومدن و صراحتا و بدون هیچ ترسی گفتن که اصلا ترویج دوچرخ سواری کار فانتزیه و ما با ترویج دوچرخ سواری نمیتونیم مشکل آلودگی هوا یا ترافیک رو حل بکنیم. عجیب این که با وجود این که معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری آقای دکتر جمالی نژاد تغییری نکرد و این فکر کنم تنها دولت مرد ارشد کشوری که در دولت اصلاحات و این دولت بوده و ایشون طبق دستورالعملی که به همه شهردارا داده بود گفته بود که از دیدگاه من شهردار نمونه دیگه شهرداری نیست که پل بسازه، تونل بسازه، آسفالت بیشتر مصرف کنه، بلکه شهرداری که شهری رو طراحی بکنه که در واقع مردم صدای پرنده ها رو توش بشنون، مسیرهای ایمن دوچرخه سواری و مسیرهای پیاده رای بیشتر داشته باشه، حمل و نقل پاک داشته باشه. با وجودی که ایشون عوض نشد ولی بخشنامه‌ای که ایشون داده بود همه ملغا شد و دیگه کسی اصلا اینها رو پیگیری نکرد و این واقعا تأسف آوره. یکی از نکات غمگین ماجراست. جمالی نژادی که خودش وقتی شهردار اصفهان بود و شهردار یزد بود همیشه با دوچرخه تردد میکرد، وقتی پاش رسید به تهران و به پایتخت و در کاخ وزارت کشور قرار گرفت دیگه دوچرخه رو خودش هم فراموش کرد و این مسئله یه که خب خیلی در واقع ناامید کننده
هست. خیلی ها که دل میبندن به حرفای قشنگ و بعد میبینن که اونها در بزنگاه هایی که مردم دارن روشون حساب میکنن جا خالی میدن، به تمامیت ماجرا دیگه شک خواهند کرد. خب یکی دیگه از مسائل غم انگیز این بود که من یادمه که یکی از اعضای ستاد آقای ابراهیم رئیسی در واقع با من تماس گرفت که آقای درویش، شما به عنوان یا آدم پیشکسوت در حوزه محیط زیست، از بدنه سازمان محیط زیست اگه قرار باشه کسی ریاست سازمان محیط زیست رو بر عهده بگیره، شما کی رو معرفی میکنید؟ و من با توجه به شناختی که داشتم، سه تا از مدیران خوشنام و در واقع کارآمد و کاربلد سازمان رو معرفی کردم به ایشون که به آقای ابراهیم رئیسی بگه به عنوان در واقع رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. و بعد از اینکه آقای سلاجقه انتخاب شد و اومد، ما امسال شاهد بودیم که هر ستای اون مدیرایی که من پیشنهاد کرده بودم عزل شدن از سمتش، چون و خب اینم خیلی در واقع نکته غم انگیزی بود که انگار که اینا دوست داشتن بدونن کیا خوب کار میکنن، موی دماغ هستن که در واقع ما اونها رو حذف بکنیم. و یه درسی هم بود برای من که دیگه هرگز به سیاستمداری که نفعش در نفهمیدنه مشورت ندن. خب یکی دیگه از اتفاقات غم انگیزی که ما امسال شاهدش بودیم این بود که وقتی که در واقع بودجه پیشنهادی سال 1402 به مجلس ارائه شد، دیدیم که دولت 411 پروژه رو که مجوز ارزیابی محیط زیستی نداشته دوباره مثل سال قبل که با اون همه اعتراضات شد، باز امسال هم وارد بودجه کرده. و من فکر میکنم یک توهین بزرگ به سازمان حفاظت محیط زیسته که در واقع دولتی که داره در بالا دست این سازمان کار میکنه به هیچ عنوان حساسیت ها و جایگاه سازمان رو به رسمیت نمیشناسه و اصلا چیزی به نام ارزیابی محیط زیستی رو لازمه در واقع بحث های توسعه خودش نمیدونه. اعتراضات شدیدی شکل گرفت، دریغ از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست توضیح بده، مقاومتی بکنه، اعتراضی بکنه، حتی بگه اگر این طرح بیاد و تصویب بشه من استعفا میدم، هیچی. یعنی به معنی مطلق کلمه اینه آقای در واقع سجاد عزیز که سازمان حفاظت محیط زیست رسما منحل شده در دولت ابراهیم رئیسی، وقتی که بزرگترین و مهمترین ارزیابی محیط زیستی پروژه هاست و مجوز محیط زیست و بارها رهبری نظام میگه که پیوست محیط زیستی باید همه پروژه ها داشته باشه و دولت خودش 411 پروژه رو بدون مجوز محیط زیستی میاره تو بودجه. یعنی که اصلا برای دولت مسئله محیط زیست مسئله مهمی نیست. و همین چند روز پیش هم شما شاهد بودین که حتی کمیسیون تلفیق مجلس در واقع چون قرار بود 20% عوارض آلایندگی صنایع آلاینده به صندوق ملی محیط زیست برای اینکه بتونن در حوزه محیط زیستی هزینه بکنن، نمایندگان مجلس این بند رو هم حذف کردن. در کمیسیون تلفیق مجلس اعضای فراکشن محیط زیست حضور دارن، نمایندگان شهرهای به شدت آلوده از جمله اصفهان وجود دارن، 5 تا از اعضای کمیسیون تلفیق از استان اصفهان هستن، ولی اونها همه رأی دادن که این 20% هم در واقع به سازمان محیط زیست نره. سازمان محیط زیست یکی از فقیرترین سازمان ها در بدنه دولت، همین الانش پول پوتین محیطباناش رو هم نمیتونه بده، هنوز نتونسته پاسگاهاش رو تجهیز کنه. دلیل اینکه دو تا از محیطبانای ما پارسال به اون طرز فجی در پیل خواسته شهید شدن و تیر خلاص بهشون زدن برای این بود که اینا از جاده اصلی منحرف شده بودن و دیگه بی سیماشون و موبایلاشون آنتن نمیداد و اینا این تجهیزات لازم رو نداشتن برای اینکه رهگیری کنن این پرسنل عزیز ما رو در واقع منطقه زنجان و میانه و نذارن یه همچین فاجعه ای در رخ بده. یکی دیگه از مسئله نگران کننده که امسال آشکار شد در واقع شکست ستاد احیای دریاچه ارومیه بود. من خودم امسال مناظره‌ای داشتم با رئیس ستاد عیسی کلانتری و دبیر اجراییش آقای تجریشی و اونها به صراحت تقصیر شکست رو به گردن وزارت انداختن.
ولی واقعیتش اینه که بیش از 50 هزار میلیارد تومان هزینه شد. مردم امید بستن به اینکه به هر حال بضاعت کارشناسی کشور و اینکه شما ادعا کردید که از بضاعت کارشناسی کل دنیا دارید استفاده میکنید، نتونستید این موزل حل بکنید و این جو به شدت ناامید کننده ای رو ایجاد کرد. و تا همین چند روز پیش که حالا یک نمایش اجرا کردن و در واقع 300 میلیون متر مکعب از سرشاخهای دجله رو به سمت دریاچه ارومیه تغییر جهت دادن، عملا ستاد یا دریاچه ارومیه تعطیل بود و مسئولیت ستاد رو بعد از اخراج عیسی کلانتری داده بودن به استاندار آذربایجان غربی، که خود استاندار آذربایجان غربی بعد از وزارت نیرو مهمترین عامل شکست ستاد احیای دریاچه ارومیه بود. درست مثل اینه که ما مسئولیت یک مرغداری رو بدیم به روباه. خب معلومه که اون مرغداری همشون نابود خواهند شد وقتی که رئیس مرغداری یک روباه باشه. و به هر حال این ماجرای دریاچه ارومیه و اینکه الان در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که کمتر از 1 میلیارد متر مکعب آب توی دریاچه هست، یکی از مسائل به شدت غم انگیزی بود که در سال 1401 اتفاق افتاد. یکی دیگه از غم انگیز این که برای اولین بار تا اونجایی که من میدونم در جمهوری اسلامی یک مدیری رسما اعلام شکست کرد و گفتش که در واقع طرحی رو که من مسئولیت اجراش رو داشتم، یعنی طرح تعادل بخشی سفره آب زیرزمینی، با شکست روبرو شد. در 5 آذر 1401 این مدیر ارشد وزارت نیرو اومد و این مسئله رو اعلام کرد، گفت ما قرار بود در پایان برنامه ششم تراز منفی سفره آب زیرزمینی رو به صفر برسونیم و در آغاز برنامه 110 میلیارد متر مکعب تراز منفی بود، ولی الان رسیده به 140 میلیارد متر مکعب تراز منفی. ما نه تنها نتونستیم سمت تحقق اهداف حرکت کنیم که میزان تراز منفی 30 میلیارد متر مکعب در طول 5 سال اخیر افزایش هم پیدا کرده و در واقع همه امیدها برای اینکه ما بتونیم با خطر فرونشست زمین مقابله بکنیم رسما در واقع با شکست روبرو شد. ماجرای سیل امامزاده داوود و خسارت هایی که امسال در تابستان به جا آورد و همچنین در واقع مزداران در فیروزکو که در واقع جان بسیاری از هموطنان ما رو گرفت و خانه های زیادی رو نابود کرد، جزء حوادث تلخ 1401 که ما اتکای بیش از حد کردیم عملیات آبخیزداری ساز محور. ما اجازه دادیم در بستر سیلابی رودخانه ها ساخت و ساز بشه در امامزاده داوود که کلن در خود رودخونه اومدیم اجازه دادیم ساخت و ساز باشه. امیدوار بودیم که این سازه های آبخیزداری بتونه در واقع مهار بکنه خطر سیل رو، که این اشتباه بود. در مزداران دقیقا در مسیر رودخانه ما کلی ساخت و ساز کرده بودیم. امیدوارم اینا درس عبرتی بشه. من گزارشاش رو منتشر کردم که به حریم رودخانه احترام بذاریم تا در واقع هم اتفاقی چند و در واقع فاجعه در بستر رودخانه رخ داد. همین امروز من قم بودم و دیدم که به مراتب وضعیت بدتره، یعنی تقریبا تمام بستر رودخانه قم رو در شهر قم رو ساخت و ساز کردن و چیزی از رودخونه باقی نذاشتن. و واقعا اگر یک سیلی با دوربرگشت 500 ساله در قم رود و در شهرستان قم اتفاق بیفته، یک فاجعه به مراتب بزرگتری از فاجعه که چند سال پیش در قم رخ داد رخ میده. این نگرانی در مورد شیراز هم و رودخانه خشک شیراز وجود داره و من نمیدونم که قرار ما از این حوادث تلخ عبرت بگیریم. یک ماجرای تلخ دیگه این بود که جمهوری اسلامی ایران به حق دسترسی بشر به محیط زیست سالم در رأی گیری سازمان ملل رأی مثبت نداد و این واقعا دیگه یه ماجرای شوکه کننده بود. یعنی کشوری که خودش اصل 50 قانون اساسی رو داره بهش افتخار میکنه، حداقل روی کاغذ یا تو حرف، چگونه ممکنه که در واقع به چنین بیانیه‌ای چنین اصلی رأی مثبت نده؟ و در واقع ایران
با چند کشور معدود از جمله روسیه، سوریه، کره شمالی، چند کشور، 6-7 کشور فقط در واقع به این اصل رأی ندادن و تعجب و شگفتی و ناامیدی خیلی ها رو در ایران و خارج از کشور برانگیختن. توضیحات احمقانه ای که از سوی مقامات از جمله سخنگوی وزارت خارجه ایران داده شده بود که نه ما اتفاقا خیلی ها با ما همراه بودن در این عدم رأی دادن، دیگه خیلی مسئله رو کمیک کرد، چون معلوم بود که خب بیش از 160 کشور رأی مثبت دادن، 6 7 کشور فقط ندادن و این چجوری میشه این خیلی ها رو اینجوری توجیه کرد. و سکوت در واقع شرم‌آور سازمان حفاظت محیط زیست، شخص علی سلاجقه در مورد ماجرا خیلی خیلی واقعا ناامید کننده بود. یک اتفاق نگران کننده دیگر که امسال افتاد این بود که یک اراده ای و یک تفکری در صنعت معدن کشور دنبال استخراج موادی مثل لیتیوم و پتاسیم از بستر خشک تالاب‌ها رفته، با لابی‌های پرقدرتی که داره و با توجیهی که داره میکنه میخواد سعی بکنه که در واقع دولت چراغ سبزشون بده که این کار رو تسریع بکنن. اینها ناخواسته بسیار خوشحال میشوند که تلاش‌ها برای احیای تالاب‌ها به ثمر نشینه تا اونها با دردسر کمتر، با هزینه کمتر بتونن لیتیوم استخراج کنن. شایعه شده بود که اصلا اینها دریاچه ارومیه رو خشک کردن، که این البته این غلطه، اینها دریاچه ارومیه رو خشک نکردن. 99 صدی که ساخته شد و 360 هزار هکتاری که به وسط اراضی کشاورزی اضافه شد دریاچه ارومیه رو خشک کرد. اما اینها الان بسیار مایلن که اقتصادی که آب محور نباشه در دریاچه شکل نگیره، همین ها دارن در گاوخونی هم همین فشار رو وارد میکنن که اخیراً آقای لایجانزاده مدیر کل محیط زیست استان اصفهان دست کمک به سوی مردم و انجی ها دراز کرد که دیگه از دست ما کاری ساخته نیست و اینها دارن میان که گاوخونی رو هم در واقع تبدیل بکنن به معدن استخراج لیتیوم و به این ترتیب نابود بکنن این تالاب بین المللی ارزشمند رو و اونجا رو به یه چشمه تولید گرد و خاک به شدت خطرناک بدل بکنن. بحران آبی که امسال ما در کوهرنگ و در همدان داشتیم بسیار تکان دهنده بود، یعنی برای اولین بار خیلی از ایرانیان دریافتند که در جاهایی که فکر میکردیم آخرین جاست که دیگه با کمبود آب شرب رو برو باشه، مدیریت به شدت ناکارآمد یک بحران آفرید. تازه ما متوجه شدیم که از نظر پدافند غیرعامل شهر مهمی مثل شهر کرد فقط به یک منبع آب، اونم چشمه کوهرنگ، اتکا داشته و هیچ فکری برای یک منبع جایگزینش نشده. یا در همدان فقط به سد اکباتان اکتفا شده، همینی که بیش از 2 میلیارد متر مکعب از چاهاش برای کشاورزی داره استفاده میشه، در تامین 180 میلیون متر مکعب آب شرب مونده بود. و اینا همه نشون دهنده اینه که در واقع متهم اول در بحران تشنگی مردم در چهارمحال بختیاری و همدان طبیعت نبود، بلکه چیزیه که من بهش کسوف خرد میگم، من بهش فقر خرد میدم، که من بهش انتخاب آدمهایی در صندلی هایی میدم که لیاقتی همچین در واقع صندلی هایی رو ندارم. و یکی دیگه از در واقع اتفاقات ناخوشایندی که امسال رخ داد شروع پروژه داپ بود. مرز غربی ما، دولت ترکیه بعد از بلایی که سر دجله و فرات آورد حالا میخواد 90 تا سد روی رودخانه ارس بسازه، که این به معنی نابودی کشت و صنعت مغان و نابودی بسیاری از در واقع کارآفرینی هایی که توسط رودخانه ارس در استانهای آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل اتفاق میفته و اثرات سوش تا خزر ادامه داره. امیدوارم که وزارت خارجه ما مثل ماجرای گاپ عمل نکنه، در داپ هوشیارانه تر، مقتدرانه تر عمل بکنه، هرچند که با عمل کردی که نسبت به طالبان و بند کمال خان انجام داد و
اجازه داد که طالبان مسیر رودخانه هیرمند رو کامل عوض بکنه و حتی دیگه اگه سیلی هم بیاد این سیل وارد ایران نمیشه و میره توی گودزره در یه جایی بین پاکستان و افغانستان، اونجا آب ذخیره میشه. خیلی من امیدوار نیستم که وزارت خارجه ما بتونه حق ایران رو در پروژه داب هم بگیره. و یکی دیگه از اتفاقات تلخ، همطوری که میدونید، در حقیقت آبگیری پنهان سد چمشیر، یک سد بسیار خطرناک کشور بود، با اینکه یکی از بهترین پتیشن های محیط زیستی رقم خورد، بیش از 32,000 نفر از متخصصان کشور حمایت کردند از درخواستی که از رئیس جمهور داده بودند، با وجود اینکه رئیس سازمان محیط زیست نامه نوشت به رئیس جمهور خواستار تأخیر در آبگیری شد، با وجود اینکه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همراه ستا شد با درخواست مردم و متخصصین، با وجودی که سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین درخواستی رو کرد، حتی معاون اول رئیس جمهور همچنین درخواستی رو کرد، شگفت آوره که در 25 دی ماه سرانجام این سد آبگیری شد و ما در کمتر از یک ماه شاهد این بودیم که ایسی پشت مخزن سد به بیش از 2 برابر ایسی متوسط رودخانه زهره، یعنی بالای 4,000 رسیده، و این در شرایطی که ما یک دوره ترسالی کم نظیر رو در حوض آبخیز زهره داریم میگذرونیم که اگر این سد زده نشده بود ایسی به زیر 500 بعد میرسید، الان بالای 4,000 شده. همه هشدارهایی که داده بودیم در کمتر از یک ماه داره محقق میشه و این اتفاق تلخی بود که افتاد. البته میشه در واقع تعبیرش کرد به این که با توجه به اینکه ما متخصصان، ما در حقیقت 17 متخصص به همراه 2 وکیل برای اولین بار شکایت کردیم به قوه قضاییه و این در تاریخ محیط زیست ایران بی سابقه است که یه همچین اتفاقی بیفته، ما داریم این اتفاق تلخ رو به اتفاق مثبت تبدیل میکنیم و پیگیر ماجرا هستیم و انشاءالله به مردم هم در واقع پاسخ میدیم. و آخرین اتفاق تلخ در محیط زیست ما در سال 1401 شکست مطلق پروژه تکثیر یوز در اسارت با مرگ آخرین توله پیروز بود که اشک خیلی از ایرانی ها رو در آورد و در واقع اونها رو در واقع به شدت متاثر کرد و باز ناامید از توان کارشناسی کشور. اینها مجموعی از در واقع اتفاقات ناخوشایندی بود که در سال 1401 افتاد. در مورد اتفاقات مثبت اگر بخوام بگم که یه ذره در واقع شاید بگن که خب آقای درویش نوعی تو اصلا برای چی داری فعالیت میکنی با این همه اتفاقات ناخوشایندی که میفته، ولی میخوام بگم که اتفاقات خوب یا اون چیزی که من همیشه بهش میگم بهانه های سر کردن زمستان هم کم رخ نداده، رخ داده و ما بیشتر از این که دنبال پیروزی باشیم دنبال حرکت هستیم، دنبال کار درست هستیم. برای همین هم هستش که در ماجرای چمشیر هم با این که ظاهرن شکست خوردیم و صد آبگیری شد، در واقع فکر میکنیم که به روشنگری کمک کردیم، فکر میکنیم که کاری کردیم که رئیس جمهور نیاد طرح آبگیری نکنه، که هیچ مقامی نیاد و حتی زیرش بزنن و حتی انکار بکنن. اینها میخواستن در دهه فجر در واقع عیدی بدن به مردم، بگن ما پنجمین سد بزرگ ایران رو هم آبگیری کردیم، اما فشار افکار عمومی باعث شد که اونها این کار رو مخفی بکنن و اینو ما یه پیروزی میدونیم. یعنی غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب دیگه رأی‌آور نیست و این دستاورد مهمیه که ما باید ادامه بدیم و این خودش میتونه یه اتفاق مثبت در سال 1401 باشه. ما در کارزاری دیگری که راه انداختیم برای افزایش توجه مردم به مضرات استفاده از مالچ نفتی هم
موفق بودیم و تونستیم از رئیس سازمان جنگلا، رئیس وقت سازمان جنگلا آقای منصور، در واقع نامه‌ای بگیریم که ایشون گفته بود که در واقع باید بازنگری بشه در این طرح، و بخشای بزرگی از کشور که خیلی راحت مالچ‌پاشی میکردن الان در واقع این مالچ‌پاشی درشون متوقف شده. ما بعد از 30 سال شاهد این بودیم، بعد از اینکه فعالان محیط زیست هشدارهای زیادی دادن، اگه یادتون باشه نماینده شورای شهر بندرعباس با کوچ‌اول وارد در واقع لوله فاضلاب بندرعباس شد که آقا چرا این باید این فاضلاب بدون تصویه وارد خلیج فارس بشه، و بوی متعفنش در واقع در گور بومسوزان در کنار هتل اصلی بندرعباس همیشه همه رو آزار میداد، و از همه بدتر اینکه 200 هزار متر مکعب فاضلاب شیرین که به راحتی میتونست تصفیه بشه و صنایع رو بینیاز از ایجاد تصفیه خونه های شیرینسازی آب دریا بکنه رو ما هدر میدادیم. به هر حال این اتفاق در اوایل امسال کلنگش به زمین خورد. یک تیم حرفه‌ای رو استاندار هرمزگان گذاشت برای اینکه ما بریم به سمت تصفیه درست آب بندرعباس، و صنایع موظف شدن که این آب رو بخرن، و تا وقتی که این آب خریداری نشده اجازه استفاده از آب شیرین کن نداشته باشن، که خب این اقدام مثبتی بود. یک اتفاق مثبت دیگه این بود که در ابتدای سر ابراهیم رئیسی ورود کرد مستقیم به ماجرای گردشگری در آشوراده و خواهان تسهیل این ماجرا شد که این طرح اجرا بشه، و تازه ما فعالان محیط‌زیست اعتراض کردیم که این چه طرحیه که بدون اینکه ابعاد رسانه‌ایش مشخص بشه، ابعاد فنیش مشخص بشه، سازمان محیط‌زیست ارزیابی محیط‌زیستیش رو روی سایت بذاره، رئیس جمهور خواستار اجراش شده. این چه لابیه، این چه رانتیه که داره این کارو میکنه، و فشار و انتقاد شدیدی که در واقع کردیم باعث شد که رئیس جمهور در واقع کوتاه بیاد و اجازه بده روند قانونی ماجرا ادامه پیدا کنه. شکست در واقع استقرار پتروشیمی میانکاله یکی دیگه از موفقیت های بزرگ فعالان محیط زیستی بود. میدونید که امام جمعه بهشهر، استاندار مازندران، رئیس مجلس آقای قالیباف، همه پشت این بودن که این پروژه اجرا بشه، اما یک دست همه مردم، هنرمندان، فعالان مخالف اجرا این تر بودن، و این یکی از پیروزی های بزرگی بود که ما به دست آوردیم، و خوشبختانه در این مورد سازمان حفاظت محیط زیست و علی سلاجقه از مردم حمایت کرد. حمایت علی سلاجقی باعث شده بود که ما خیلی امیدوار بشیم به سلاجقی که تا ادامه سال هم ایشون با ما همراه باشه، که همونطوری که اشاره کردم این اتفاق نیفتاد. یک اتفاق مثبت دیگه این بود که برای اولین بار یک دولتی در ایران اعلام کرد که هدف من اینه که 10,000 مگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی فراهم بکنم در 4 سال. خیلی ها میگن این ادعای گزافیه، اتفاق نمیفته، واقعا هم ممکن اتفاق نیفته، ولی همین که یه دولت اینو شجاعت داشته باشه اعلام بکنه، که دولت‌های اصلاح طلب قبلی هم همچین شجاعتی نداشتن و اصلا هیچ کاری نکردن، جالبه. ما الان در واقع در شرق استان اصفهان داریم یک نیروگاه بزرگ به بزرگی 600 مگاوات می‌سازیم، تا 3 سال دیگه قرار افتتاح بشه. این در حالیه که کل برقی که تا کنون از یکی در ایران از طریق انرژی خورشیدی تأمین شده به 405 مگاوات نمیرسه، و این در واقع یک تغییر خیلی امیدبخش است، برای اینکه اگه ما بتونیم در واقع نیروگاه خورشیدی رو ران کنیم، نیروگاه بادی رو، زمین گرمایی رو، جذر و مدی رو، ترموکوب رو، در واقع نیازمون به نیروگاه حرارتی کاهش پیدا میکنه، و در نتیجه نیاز به سوختن مازوت نخواهیم داشت و هوا آلوده نخواهد شد، و بسیاری از مشکلات دیگری که الان درگیرش هستیم کاهش پیدا میکنه. طرح انتقال آب خزر به سمنان همچنان در سال 1401 هم اجرا نشد. میدونید که 2 تا رئیس جمهور و 4 دولت پشت اجرا این طرح بودن، و با انسجام تشکل‌های مردم نهاد و مقاومت جامعه محلی اجازه ندادیم این طرح اجرا بشه. خوشبختانه رئیس سازمان محیط زیست هم اعلام کرد که مخالف این طرح هست،
امیدوارم که همچنان بمونه پای حرفش و در 1402 و سالهای دیگه هم تر انتقال آب خزر به کویر مرکزی و سمنان اجرا نشه. یک اتفاق دلگرم کننده دیگه پیروزی مردم در یه روستا بود به نام مهاباد اردستان در استان اصفهان، که این مردم علیه کارخونه فولاد نطنز اعلام جرم کردند که سرشاخه های یک رودخانه ای رو که محل تغذیه دشتیه که در واقع قنات کهن مهاباد اردستان رو تغذیه میکنه رو مالمیک خودش اعلام کرده با در حقیقت دور زدن قانون و به سکوت وادار کردن سازمان های منابع طبیعی محیط زیست این کاری کرده بود که مردم اردستان شکایت کردن. من خودم توی جمع اجتماعشون شرکت کردیم و در نهایت حکم گرفتن که کار در واقع اون کارخونه معظم فولاد نطنز که قدرت بسیار زیادی هم داشت غلط بوده و اون آب رو رهاسازی کردن، و این خودش یک اتفاق مثبت بود که مردم میتونن با مقاومت، با شجاعت و با استفاده از ابزارهای قانونی و استخدام وکیل به حق خودشون برسن. همین کار رو ما در زنوز در قلمرو شهرستان مرند انجام دادیم و در واقع نزدیک به 1000 نفر از اهالی روستای زنوز طرح شکایتی کردن، وکیل گرفتن علیه کسانی که میخواستن اونجا به بهانه معدن کاوی در واقع ارزش های منصر به فرد محیط زیستی و منابع آب اونجا رو آلوده کنن. همین کار رو عادل سالاری و دوستانشون در منطقه کلمرز انجام دادن، جلوی سرمایه‌داری که میخواست در واقع معدن سیلیس بزنه و زیستگاه اصلی خرس سیاه و همچنین کل و بز و قوچ و میش منطقه رو از بین ببره، جلوش رو گرفتن. خوشبختانه در کرکس هم جنبش بزرگی را افتاده، برخی از فعالیت های معدنی رو تونستن متوقف بکنن. و آخرین موردم در واقع ماجرای تلخ متروپول بود که در واقع تو اون ماجرای تلخی اتفاق شیرین افتاد، و اینم این بود که کارگرایی که اومده بودن تا بقایای متروپول رو جمع بکنن هرگز به خودشون اجازه ندادن که یه نخلی رو که اونجا هنوز تو محوطه بود و مزاحم کارشون هم ظاهرا بود قطع بکنن. براشون اون نخل خیلی ارزش و اهمیت و حرمت داشت. میدونی که واحد نخل نفره، و نشون دهنده اینه که مردم ایران، مردم جنوب کشور ما چقدر به نخل اهمیت میدن. و این مسئله خیلی هم رسانه‌ای شد که لودرها، بولدزرها یه جوری حرکت میکردن که این نخله آسیب نبینه، و آدم از اون ور بیشتر متوجه میشد که وقتی که ما میفهمیم که 3 میلیون نخل در طول 2 دهه اخیر در اروند کنار و شادگان و در میناب از دست رفتن به دلیل طرحهای انتقال آب و بارگذاری ها در بالا دست، چه زجری و چه دردی رو این مردم شریف تحمل کردن. ببخشید اگه خیلی طولانی شد. نه خیلی خیلی ممنون. اتفاقا ما تلاش میکنیم که برای این برنامه زیاد خاصی رو مشخص نکنیم تا در حد امکان بتونیم یه نگرش نسبتا جامعی رو نسبت به وضعیت محیط زیست ایران در سال گذشته و رخدادهایی که در این حوزه اتفاق افتاده داشته باشیم. آقای مهندس، آیا در ایران اصولا نهادی متولی این موضوع هست که هر سال در پایان سال یک گزارشی از وضعیت تغییر و تحولاتی که حوزه شاخص‌های مهم زیست ایران رخ داده ارائه کنه و یه گزارشی در این زمینه ارائه بده؟ بله، ببینید در دولت سید محمد خاتمی برای اولین بار سازمان حفاظت محیط زیست که ریاستش با معصومه ابتکار بود این حرکت را آغاز کرد. گزارش‌های به عنوان فکر می‌کنم SOE بود منتشر می‌کرد، گزارش ارزیابی وضعیت محیط زیست سالانه ایران، مجلدهای در واقع قطوری هم بود، انجام شد. وقتی که دولت آقای خاتمی رفت کنار، یک دورم خانم واعظ جوادی این کار رو تا اونجا که یادمه انجام داد، ولی بعد بهش اینطوری گفتن، رسوندن که آقا چرا تو برای ما مشکل ایجاد میکنی، این گزارش ها مورد استناد متخصصان و فعالان محیط زیست قرار میگیره و
میگن که خب خودتون هم دارید میگید که بعض رودخانه ها داره خراب میشه، آلودگی داره بیشتر میشه، درختها داره قطع میشه، چرا ما خودمون گزک بدیم دست منتقدان خودمون؟ و این گزارش رو متوقف کردن. دوباره وقتی که در دولت اول حسن روحانی اومد، خانم ابتکار تلاش کرد که این گزارش رو منتشر کنه، یک دوره هم منتشر شد، ولی بعد با عزل مسعود ابتکار و اومدن عیسی کلانتری کلا این ماجرا به بایگانی رفت و در دولت آقای ابراهیم رئیسی هم که اصلا فکر نکنم یه همچین مسئله دیگه در اولویت باشه. ولی این حق مسلم جامعه دانشگاهی و متخصصین، فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست و مردمه که بدونن که وضعیت محیط زیست کشورشون سال به سال بر اساس یک شاخصهای مشخص چه تغییری میکنه. این حق ماست که بدونیم که در واقع شمایی که حرفای قشنگ میزنید، شمایی که میایید میگید که کسی حق نداره یه درخت رو قطع بکنه حتی به بهانه ساخت یک حوزه علمیه، خب عملا که این وضعیت پاکتراشی جنگل هاتونه، این وضعیت منابع آبیتونه، این وضعیت تالاب هاتونه، این وضعیت فرونشست زمینتونه. پس چرا در واقع این حرفای قشنگ رو بدون هیچ در واقع بازخورد عملی میزنید و چگونه ما میتونیم بازخواستتون بکنیم؟ من یکی از نکات غم انگیزی که همیشه اشاره کردم اینه که شما وقتی وارد سازمان حفاظت محیط زیست میشی با یه چیز عجیبی روبرو میشی، و اینم اینه که تو سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌ای وجود نداره. یعنی هیچ مدیری رو وقتی شما اونجا به کار میگیرید نمیتونید بهش بگید که آقا این برنامه دفتر توه، تو از نقطه آ باید به نقطه بی برسی در طول این 4 سال و ما تو رو پایش میکنیم، ما تو رو پایش میکنیم. هیچی نیست، هیچ برنامه ای ارائه نمیشه، هیچ آماری داده نمیشه تا کسی نتونه گزک پیدا بکنه. اینی یعنی دولت‌های توتالیتر، مدیران توتالیتر دادن آمار دقیق رو در واقع موی دماغشون میدونن و میتونه جلوی فسادشون و یا ناکارآمدی‌هاشون رو بگیره و در نتیجه اعتبار قائل نمیشن برای اینکه این آمارها اتفاق بیفته. دیروز اگر دقت کرده باشیم وزیر جهادی کشاورزی مملکت حرفای تکان دهنده و واقعا گریه‌آوری زد و این ایشون گفت ما حتی نمیدونیم چند هکتار پیاز کاشتیم. وزیر جهاد کشاورزی مملکت گفت ما حتی نمیدونیم چند هکتار پیاز کاشتیم و این خیلی غم انگیزه. بله آقای مهندس درویش، بحث آمار بحث خیلی مهمیه. به قول شما این حق مردم یک سرزمینه که بدونن در ابتدای سال، در انتهای سال چه تفاوتی با ابتدای سال در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کردن، بتونن مطالبه کنن. اصولا بدون آمار و اطلاعات نمیشه بازخواست کرد و بررسی کرد عملکرد دولت ها رو، و که ببینیم آیا واقعا وقتی که شعار دولت محیط زیستی داده میشه، وقتی که شعار کاهش فقر داده میشه، وقتی که شعار کاهش آسیب های اجتماعی داده میشه، خب همه اینها توی آمارها و وضعیت شاخص های اساسی و مهم نمود پیدا میکنه. وقتی که اینها منتشر نمیشه، بررسی نمیشه و به قول شما اصولا ظاهرا انگیزه یا هدفی هم برای گردآوری داده و داده معتبر در رابطه با اونها وجود نداره و انتشارش به صورت عمومی، حالا ممکنه یک جای اینها رو بررسی بکنن و آمار هم به صورت محرمانه باشه، اما واقعا این فایده ای نداره چون نمیتونه معیاری برای ارزیابی عملکرد بشه. و مهندس درویش توی حوزه محیط زیست، حتی یه نکته جالب، قرار بود طبق قانون هر 5 سال یه بار در واقع سرشماری اتفاق بیفته دیگه، سرشماری نفوس. آخرین سرشماری 1395 بود و 1400 حتی سرشماری نفوس هم انجام نشد که تو حوزه‌های مختلف میتونست به ما دیدی بده. خیلی واقعا غم انگیزه. مرکز آمار ایران یک آمارنامه سالانه منتشر میکرد، چند سال اونم منتشر دیگه نمیکنه. بله متاسفانه، و واقعا نکته مهم و اساسی اینه که همین شاخص ها و همین آمار و اطلاعاته که یک قطب نماست برای حرکت کشور، و وقتی که ما اصولا به اهمیت این توجه نمی کنیم که باید چون این شاخص هایی وجود داشته باشه، چون این ارزیابی های انجام بشه، طبیعتا انگار در یک کشتی نشستیم و نمیدونیم داریم به کجا میریم. و البته اونقدر وضعیت بحرانی شده که همه داریم متوجه میشیم که به وضعیت خطرناکی داریم حرکت میکنیم، اما اون هدف مناسب و اون هدف صحیح به نظر میرسه به دست فراموشی سپرده شده.
دوستان البته در مجموعه پویش فکری توسعه هر سال سعی میکنن گزارش هایی رو ارائه بکنن، اونطور که من دیدم فکر میکنم 58 روز دیگه گزارش مربوط به سال 1401 هم منتشر میشه. در صورتی که اون گزارش منتشر شد سعی میکنیم بخش های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی رو توی برنامه های مختلف بررسی بکنیم. خب آقای مهندس، آیا با توجه به تجربه‌ای که ما در طول چند دهه گذشته داشتیم، میتونیم تفاوتی رو از نظر عملکرد محیط زیستی بین دو جریان اصلی قدرت در ساختار سیاسی کنونی قائل بشیم؟ یعنی آیا میتونیم بگیم که دولت‌های اصلاح طلب یا دولت‌های اصولگرا کدومشون محیط زیستی تر بودن، یا نمیتونیم یک اینطور مقایسه ای انجام بدیم و به نظر میاد که عملکرد هر دو گروه و جریان سیاسی به نظر یکسان بود؟ ولی من یه نظرسنجی که چند سال پیش تو وبلاگم منتشر کرده بودم و پرسیده بودم که در واقع شما در بین 10 رئیس سازمانی که در تا کنون سازمان مویسیس داشته کدوم رو عمل کردش رو بهتر میدونید، با فاصله همچنان اسکندر فیروز بهترین و محبوب ترین رئیس سازمان حفاظت مویسیست ایران بود و در بین مدیر بعد از انقلاب در واقع سکان هدایت سازمان مؤسسه رو بر عهده داشتن، مصومه ابتکار بالاترین رأی رو آورده بود. مصومه ابتکار در واقع به خاطر اینکه دختر تقی ابتکار هست و تقی ابتکار به حال متخصص حوزه مؤسسه است و در دوره ای در واقع من سکان هدایت سازمان مؤسسه رو بر عهده گرفت که سید محمد خاتمی رئیس جمهور بود، من فکر میکنم فضای بازی رو تونست برای فعالیت تشکل‌های محیط زیستی ایجاد بکنه. یعنی ما قبل از مصنوعی ابتکار فقط 50 انجوی محیط زیستی داشتیم و در دولت سید محمد خاتمی این رقم 8 برابر افزایش پیدا کرد. ما شاهد حضور پررنگ در واقع تشکل‌های مردم نهاد بودیم، تازه در این حوزه شروع به روشنگری شد و خب البته درسته که نارضایتی های زیادی هم ایجاد شد، ولی این نارضایتی ها از جنس آگاهی بود. یعنی آگاهی ها داده شد تا این نارضایتی ها ایجاد بشه و بعدش دوباره ما دیدیم که وقتی که دولت اصولگرا اومد، روند شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های مردم نهاد با کندی بیشتر روبرو شد. در واقع این ادبیات که تشکل‌های مردم نهاد عوامل امپریالیسم جهانی هستند که در قالب پروژه نفوذ دارن فعالیت میکنن، ما بارها و بارها از قول فرماندهان نظامی، مقام‌های امنیتی و سیاسی طراز یک کشور شنیدیم و اینها همه سبب شد تا نگاه‌های امنیتی روی تشکل‌های مردم نهاد افزایش پیدا بکنه و در نهایت به جایی رسیدیم که حتی مثلا یه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اومد علنا در دولتی که خودش رو دولت محیط زیستی میدونست گفت تشکلهای مردم نهاد در کشور ما یا سیاسی هستن یا احساسی هستن و یا نمیفهمن، و همین راحتی در واقع آب پاکی رو ریخت روی دست خیلی ها که فکر میکردن بین گرایش اصلاح طلب و اصولگرا در حوزه محیط زیست تفاوتی وجود داره. اصلاح طلب ها حرف های قشنگ تری میزنن در حمایت از محیط زیست، ولی واقعا وقتی که پاش میفته ما میبینیم خیلی تفاوتی نداره. یعنی مصمم ابتکارم نامه نوشت به همتای خودش آقای بیطرف و گفتش که آقای بیطرف، این سطح هایی که داری در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه میسازی اگر ادامه پیدا کنه منجر به خشکی دریاچه میشه. سال 81 اون نامه رو نوشت و آقای بیطرف هیچ توجهی به این نامه نکرد، ولی مسئله اینجاست که خانم ابتکار هم هیچ توجهی به عکس العمل آقای بیطرف نکرد. یعنی نه اومد این مسئله رو با مردم در میون بذاره و نه حتی به نشانه ناخشنودی استعفای خودش رو به رئیس جمهور تقدیم بکنه و مردم بفهمن که بالاخره برای شخص اول محیط زیست کشور چیزی مهمتر از صندلی وجود داره. عین این تجربه رو ما در دولت اصولگرای دوم احمدی نژاد هم داشتیم که آقای محمدی زاده نامه نوشت به همتای خودش نامجو وزیر نیرو و گفت آقای نامجو سد گتفن خطرآفرین خواهد بود، رئیس جمهور دعوت نکن، مراسم آبگیری رو عقب بنداز و ایشون هم هیچ توجهی نکرد. آقای محمدی زاده هم بعدش
اصلا چکش نگزید و نه استفادت و نه ناراحت شد. الان هم آقای سلاجقه نامه می نویسه به رئیس جمهور در دوباره یک دولت اصولگرای دیگه که آقای رئیس جمهور سد چمشیر رو دستور بدید آبگیری نشه، سد چمشیر آبگیری میشه و آقای سلاجقه همچنان میاد مصاحبه میکنه میگه نه ما هنوز اطلاعات دقیقی از اینکه سد آبگیری شده یا نشده نداریم. در سد که سد الان عمقش بالای 70 متر رفته و عکسای زیادی ازش منتشر شده و این که مردم رو شما در واقع نفهم فرض کنین این خیلی توهین‌آمیزه. کاش یه رئیسی بالاخره در سازمان محیط چه اصولگرا چه اصلاح طلب وجود داشت که شجاعت و صداقت لازم رو برای بیان شفاف مشکلات با مردم می داشت و اونجایی که دیگه تیغش نمی برد شجاعانه استعفا می داشت. بله، ممنون مهندس. گرچه طبیعتا انجام یه چنین کاری، یعنی مشخص کردن شاخصهایی برای رصد وضعیت پایداری محیط زیستی ایران و سنجش دقیق اونها، کاریه که به نظر میرسه حتما باید در حوزه وظایف یک سازمان دولتی و کارآمد قرار بگیره، مثلا سازمان برنامه بودجه یا سازمان حفاظت محیط زیست، با مشارکت متخصصین بیطرف در حوزه‌های گوناگون هر سال طبیعتا یک اینطور گزارشی رو منتشر بکنن، اما به صورت کیفی و نه کمی و مجموعه ایران پایدار در حد توان خودش میخواد سعی کنه که هر سال در صورت امکان یک گزارشی رو به این صورت در حد کیفی عرض کردم ارائه بکنه. امیدوارم روزی روزگاری به یک مرحله‌ای برسیم که این گزارش ها مثل خیلی از کشورهای موفق جهان در این حوزه که هر سال آمارهای دقیق و با اینفوگرافی بسیار جذاب ارائه میکنن ذهن مردم رو درگیر میکنن با مسئله محیط زیست که چه حد در چه حوزه هایی و در چه شاخص هایی وضعیت بهتر یا بدتر شده. امیدوارم روزی روزگاری در این سرزمین همین امکان فراهم بشه و یک این طور گزارش هایی داده بشه. اگر بخوایم آقای مهندس درویش با توجه به ویژگی های خاص بوم ایران یک مجموعه شاخصی رو مشخص بکنیم که بگیم که این مجموعه شاخص شاخصیه که میتونه وضعیت پایداری محیط زیستی ایران رو در صورتی که به صورت دقیق سنجش بشه برای ما معرفی بکنه و توصیف بکنه، میتونیم از چه شاخصهایی نام ببریم؟ حالا توی پرسش بعدی از خدمتتون میپرسم که ممکنه در ارتباط با بعضی از این شاخصهایی که میفرمایید ما سنجش و عدد و رقم دقیقی داشته باشیم، بتونیم وضعیت خودمون رو در ابتدا و انتهای سال بسنجیم، وضعیت خودمون رو با بقیه کشورها مقایسه بکنیم، یا ممکنه خب وجود نداشته باشه اما صرفا به نظر میرسه طرح ایدهش و عنوان کردن اون شاخص ها خودش میتونه گام اولی باشه برای حساس کردن افکار عمومی و جلب توجه دولت مردانی که ممکنه که یک دغدغه های اینطوری داشته باشن، به این که خب امیدوار باشین در سال 1402 فارغ از اینکه چه دولتی با چه گرایشی سر کار باشه تهیه یک اینطور گزارش هایی با این شاخص ها با حضور متخصصین در دستور کار قرار بگیره. اگر بخوایم یه مجموعه شاخصی رو نام ببریم که بگیم این مجموعه شاخص میتونه توصیف کننده وضعیت پایداری محیط زیستی ایران باشه، اون مجموعه شاخص از چه زیر شاخص هایی تشکیل شده داریم؟ بله، ما یه چند تا شاخص اصلی داریم که این شاخص ها در واقع کاملا میتونه آشکار کننده کیفیت محیط زیستی یک سرزمین باشه که در رأسش در واقع میزان خاکزایی در برابر میزان از دست رفتن خاکه. خاک یک منبع بسیار استراتژیک در هر کشوری ریشه‌گاه و در واقع به امنیت غذایی مرتبط میشه. ما در ایران به طور متوسط 400 800 سال زمان میبره تا 1 سانتی متر خاک شکل بگیره. این میزان در دنیا 400 ساله به طور متوسط. ایران به دلیل اینکه در یک اقلیم خشکی قرار گرفته روند خاکسازیش کنتره. خب در ایران قاعدتا باید حساسیت نسبت به حفظ خاک دو برابر متوسط جهانی باشه، چون تولیدش در واقع سرعت تولیدش یک دوم متوسط جهانیه. اما ما طبق آخرین آمارهایی که داریم و اینم باز جزو شگفتی های تأسف بار ماست که تقریبا من الان 34 ساله که 35 ساله که در این حوزه دارم کار میکنم، عضو هیئت علمی
بخش تحقیقات بیابان در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها مراتع بودم، با همکارانم در مرکز حفاظت خاک کاپخیزداری انجمن علوم خاک در ارتباطم. ولی در طول این 35 سال همیشه آمار که داده شده در مورد فرسایش خاک 2 میلیارد تن بوده. این 2 میلیارد تن تغییر نمیکنه، با اینکه جنگل های ما در حال تخریب، در واقع تغییر کاربری اتفاق افتاده، سیل ها دارن ویرانگرتر میشن. انگار هیچ سازمان این شجاعت اینا نداره که این رقم رو در واقع تغییر بده، بگه یه ذره بیشتر شد یا یه ذره کمتر شد. مثلا ما در حوزه آلودگی هوا هم چند ساله که میگیم که 30,000 نفر در ایران کشته میشن، 5,000 نفر هم در تهران کشته میشن. انقدر ما اعتراض کردیم که امسال یعنی 1401 برای اولین بار اعلام شد که 45,000 نفر دارن در ایران کشته میشن، 5500 نفر در تهران و 8% هم در واقع نوزادانی که به دنیا بیان دچار مرده‌زایی هستن به دلیل آلودگی هوا. و این اولین بار بود که این آمار تغییر کرد بعد از مثلا 10-20 سال. در حوزه فرسایش خاک هم ما متاسفانه همچین مشکل داریم. حالا همون 2 میلیارد تن هم حتی اگه ما در نظر بگیریم، با توجه به اینکه کل فرسایش خاک جهان برای کل کره زمین 24 میلیارد تنه، این یعنی 1/12 کل فرسایش خاک جهان در جایی داره اتفاق میفته که 1% خاک جهان داره. یعنی ما به نسبت وسعتمون میزان فرسایش خاکمون 8 برابر متوسط جهانیه، با توجه به اینکه میزان زمان لازم برای اینکه 1 سانتی متر خاکم شکل بگیره 2 برابر متوسط جهانیه، یعنی وخامت اوضاع در ایران 16 برابر متوسط جهانی. و این یکی از شاخصهایی که نشون میده وضعیت کشور ما چگونه است. دولت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی کشور باید هر سال این نرخ رو بروز بکنن و بگن چه برنامه‌هایی برای کاهش نرخ فرسایش خاک دارن. موضوع بعدی بیلان سفره‌های آب زیرزمینیه، یعنی اینکه ما چه در این زمینه ارائه نشده مهندس، یعنی نگفتن برنامه ای داریم و نه به قول شما گفتن که بالاخره این فرسایش خاک از اون 2 میلیارد تن بیشتر شده کمتر شده، هیچ گزارشی داده نشده مطلقاً. یعنی من میگم من که 35 ساله تو این حوزه‌ام، این 2 میلیارد تن همیشه میگم فقط هست، همین، هیچ نه زیاد میشه این رقم هم نمیشه. دکتر عیاضی رفتم معاون وزیر بهداشت و گفتم آقای عیاضی من یه سوالی دارم ازتون. شما ببینید تو لندن که به مراتب زیر ساختای توسعه حمل و نقل پاک بیشتره، سوخت یورو 6 حداقل، بخش قابل توجه از مردم از دوچرخه استفاده میکنن، از وسایل برقی استفاده میکنن، داره اعلام میشه که سالانه 8000 نفر در اثر آلودگی هوا کشته میشن. تازه لندن در کنار دریاست، آب و هواش بهتره، باد بهتری هم داره. من میخوام بدونم چه جوریه که تو تهران که فقط 20% حالا سوخت یورو 4 داریم و هیچ کدوم از این زیر ساخت هم نیست، هیچ سهمی به دوچرخه و وسایل حمل و نقل پاک نمیرسه و اتوبوسامون همه فرسودن، چجوریه که تو تهران 5000 نفر کشته میشن وقت تو لندن 8000 نفر؟ چجوریه که تو بریتانیا 60000 نفر ما میگیم در سر آلودگی هوا میمیرن و تو ایران 30000 نفر؟ خیلی این مسئله عجیب نیست به نظر شما؟ این معلومه که شما آمار نمیخواید بدید، نمیخواید با واقعیت ها رو با مردم در میون بذارید. مسئله سوم بحث تنوع زیستیه آقای فتایی عزیز. تنوع زیستی که از شاخه بحث بیلان آب گذشتید درسته؟ بیلان آب که خب آره داشتم میگفتم، بیلان آب و اینکه چه مقدار در سال وارد سفره آب زیرزمینیمون میشه و چقدر بر میداریم، این تراز اگر مثبت باشه یا صفر باشه قابل قبوله و هر چقدر که منفی باشه نشان دهنده یک خطر قریب الوقوع و بسیار بسیار مهلک دیگه به نام فرونشست زمینه. یعنی ما در ایران خب در طول 2 دهه اول قرن 21 2 بار رکورد فرونشست زمین رو شکستیم دیگه و الان تا 54 سانتی متر در سال، یعنی 140 برابر شرایط بحرانی رسوندیم. همین عددهای نصف نیمه ای هم که داریم مدیون سازمان زمینشناسی هستیم، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست مطلقاً تو این حوزه اطلاع رسانی نمی کنه، منابع طبیعی ککش هم نمی گزه.
ولی خود سازمان زمین شناسی به شدت سازمان تحت فشاریه، که همین اخیرا من با مدیران طراز بالاش که صحبت میکردم میگفتن آقای درویش ما رو خیلی تحت فشار قرار دادن که این اطلاعات رو منتشر نکنیم، باعث نگرانی جو جامعه و مردم نشیم، و این واقعا مردم مثل این میمونه کاملا که یک بدون نگرانی فرو برن. آره مثل اینه که مثل یه کپکی تو سرتو بکنی تو برف و چون بقیه رو نمیبینی بقیه هم فکر کنی که بقیه هم تو رو نمیبینن، و این خیلی غم انگیزه. پس در واقع گیلان تراز آبخانه که دیدیم امسال بالاخره رئیس طرح تعادل بخش سفره آب زیرزمینی اعلام ورشکستگی کرد و گفت طرح من شکست خورده، ما نتونیم که الان بیلان به 140 میلیارد متر مکعب منفی رسیده، یعنی ما 7 دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه رو در طول 4 دهه گذشته از سفره آب زیرزمینمون برداشت کردیم بدون اینکه به فکر جایگزین کردنش باشیم. موضوع بعدی تنوع زیستیه که خب ما مثلا میدونیم که شیر یالکوتا ارژن رو از دست دادیم، ببر هیرکانی رو از دست دادیم، یوز پلنگ آسیایی یا ایرانی در آستانه انقراض قرار گرفته، وضعیت سیاه خروس، میشمرغ، خرس سیاه اصلا وضعیت قابل دفاعی نیست، سوسن چلچراغ، بوکسوس هیرکانیوم، شمشاد ایرانی وضعیتشون فوق العاده نگران کننده است. اما یه چیزایی هم واقعا نمیدونیم، مثلا اخیرا توماس کایل یه گیاهشناس معروف آلمانی که اومده بود ایران کار کرده بود اعلام کرد که 60 بید روز پرواز در طول 2 دهه اخیر در ایران کاملا منقرض شده و این بیدهای روز پرواز مسئول زادآوری طبیعی مراتع ما هستند. ما درگیر گونه های پرچم و بزرگ هستیم ولی در پایین تر داره اتفاقات بسیار خطرناکتری میافته. این دقیقا وظیفه سازمان حفاظت محیط زیسته که به این مسائل رسیدگی کنه و در واقع گزارش دقیقی از وضعیت تنوع زیستی ما بده. شما میدونید که در واقع مرجع تنوع زیستی کشور در دولت دوم آقای حسن روحانی اصلا از سازمان محیط زیست و گرفته شد دادنش به جهاد کشاورزی، و بعد خب جهاد کشاورزی گفت حالا چون ما متخصص نداریم حالا یه عده بیان به ما کمک بکنن. اینم یکی از نکات غم انگیز ماجراست. آقای فتایی عزیز، ما اگر که یه تالابی رو از دست بدیم یه سال بارندگی خوب بشه بالاتر از میانگین، این تالابه احیا میشه، همینطوری که امسال مثلا گاوخونی الان 20% دوباره آبگیری شده یا هله در بوشه شرایط فوق‌العاده خوبی پیدا کرده یا شادگان در خوزستان بهتر از سال پیشش هست، شینبار وضعیت خوبی پیدا کرده، زریوار همینطور، ولی بختگان شما ببینید مثلا کافتر بعد از سالها دوباره آبگیری شدن، محالو همینطور یه سال بارندگی خوب شده. اگر 1 سانتی متر خاک رو از دست بدیم باید دست کم 800 سال منتظر باشیم تا اون خاک برگرده. اگر زمین دچار فرونشست زمین باشه ما باید 50 تا 70 هزار سال صبوری کنیم تا این زمین دوباره تاب‌آوری خودش رو برگردونه. و اگر یه گونه رو از دست بدیم، اگر یوز پلنگ آسیایی رو از دست بدیم باید 2 میلیون سال 2 میلیون سال باید صبوری کنیم تا دوباره این گونه به طبیعت برگرده. اینها ارزش های منحصر به فرد و غیر قابل جبران این مزیت هاست که داریم در موردشون صحبت میکنیم و هر کدوم میتونه شاخصی باشه از وضعیت محیط زیست یک کشور. یعنی کشور باید پیوسته گزارشی از وضعیت گونه‌های گیاهیش، گونه‌های جانوریش، حیات وحشش، تعداد وحوشش، تعداد دام اهلیش ارائه بکنه، ظرفیت مراتع و جنگل ها رو اعلام بکنه که اینا چه بایومسی تولید میکنن، اینها چقدر میتونن غذا تولید بکنن، الان تعداد واحد دامی که تر کشور هست چند برابر این ظرفیت هست یا نیست. مسئله بعدی بحث مدیریت پسمان تو کشور ماست، اینکه ما چقدر شیرابه داریم تولید میکنیم، چند درصد از این شیرابه رو داریم تصفیه میکنیم، چقدرش رو داریم اجازه میدیم بره سفره آب زیرزمینی ما رو آلوده بکنه. این نکته بسیار بسیار مهمیه که در واقع باعث شده کشور ما نه تنها در معرض افت کمی منابع آب قرار بگیره که در معرض افت کیفی منابع آب هم قرار گرفته. یعنی مثلا
استان گیلان که علی القاعده باید آخرین استان ما باشه که با کمبود آب شرب و کشاورزی روبرو باشه، به خاطر اینکه ما مدیریت نکردیم پسابمون رو، پسماندمون رو، و در واقع مدیریت نکردیم شیرابه هامون رو، ما به شدت داریم گیلان رو تبدیل میکنیم به یک کارگاه بزرگ سدسازی و اونجا داریم انواع اقسام سدها رو میسازیم، درختها رو نابود میکنیم که بتونیم آب شرب فراهم بکنیم. و آخرین معیار که من فکر میکنم مهمترین معیارم شاید باشه، میزان آقای در مهندس، واقع قبل از اینکه بریم سراغ معیار بعدی، ما الان آمار مشخص و دقیق در مورد این داریم که اصولا ما چند درصد پسماندهامون بازیافت میشه؟ ببینید، طبق قانون که برنامه 5 سال 4 داده، گفته که مثلا هر شهری که بالای 200,000 نفر جمعیت داره و در کنار منابع آبی تالابی یا ساحلی هست، باید حتما تصفیه خونه داشته باشه. شاید 10% که حالا که 2 تا برنامه دیگه هم ازش عبور کرده تونسته محقق بشه. حتی انزلی که در کنار تالاب بین المللی هست هنوز تصفیه خونش را نیفتاده. ما متاسفانه کمتر از 5% پساب خودمون رو داریم بازچرخانی میکنیم و استفاده میکنیم. اگه شما با هواپیما یزد بری، میبینی که در شمال یزد یه دریاچه بزرگی ایجاد شده از پساب و فاضلاب، همینجوری تو دل کویر در واقع رها کردیم و ما واقعا این ثروت رو از بین بردیم. گفتم که امسال برای اولین بار مثلا تو بندرعباس تونستن یه حرکتی بکنن که پسابهای بندرعباس رو در واقع نجات بدن، ولی میزان تراز منفی آبخانها در استان هرمزگان 2 میلیارد متر مکعبه و تو گفتگویی که من سال گذشته با مدیر آب استان داشتم، گفتش که 2 میلیارد متر مکعب هم پساب داره از استان هرمزگان بدون تصفیه وارد در واقع خلیج فارس و دریای عمان میشه. و این حتی اگه همون فقط این پسابه رو ما تصفیه میکردیم، جلوی تراز منفی بیلان و فروچالایی که تو مینا به ارتفاع افتاده بود رو میتونستیم بگیم. در آخرین حوزه مورد، پسماندها یا میدونیم که وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داریم یا اینکه نه، یا آمار دقیقی در این زمینه وجود نداره؟ اصلا آماری ندادن، ولی اینو میدونم که رئیس جمهور قبلی آقای روحانی یکی از تکالیفی رو که به آقای عیسی کلانتری داد، تعیین تکلیف پسماند در شمال کشور بود که متاسفانه هیچ اتفاق مثبتی رقم نخورد. الان هم آقای رئیسی همین دستور رو به آقای سلاجقه داده و 2 سال که میگذره هیچ اتفاق مثبتی رقم نخورده و ما متاسفانه همچنان کوه سراوان رو داریم، کوه زباله سراوان رو که دیدید امسال مردم به شدت اعتراض کردن، کوه زباله امارت رو در آمل داریم و بخش قابل توجهی از جنگل‌های ما در 2000 و 3000 در بالادست تن کابون داره قربانی در واقع لندفیل ها میشه. همین مسئله در رامسر داره اتفاق میفته و عملا هیچ اتفاق مثبتی تا این لحظه نیفتاده. بسیار عالی، بریم سراغ شاخص بعدی آقای مهندس اگر موافق باشید. آره، شاخص بعدی که من فکر میکنم اگر که درست عمل بکنه میتونه بقیه این شاخص ها رو به تحرک واداره، میزان حساسیت مردم به موضوع محیط زیسته، میزان فعالیت مدنی در این حوزه است. اینکه تا چند اندازه حاکمیت اجازه میده نگاه های امنیتی از روی تشکل های مردم نهاد کاهش پیدا بکنه و اونها به روشنگری بپردازن، اونها تبدیل بشن به سرمایه های اجتماعی قابل باور و قابل اعتماد تا بتونن در واقع مردم رو به حرکت و حساسیت وادارن. این یک شاخص به نظر من داره خوب میره جلو و داره خوب رشد میکنه. یعنی ما شاهد این هستیم که مردم برای تلف شدن یه یوز پلنگ 10 ماهه اشک میریزن. اینها همون مردمی بودن که 3 تا یوز پلنگ رو با مادرشون در منطقه باف تیکه پاره کردن و کسی صداش در نیامد. کمتر از 2 دهه پیش همچین اتفاقی افتاد. مردم نگران نابودی جنگل های هیرکانی بابت لوله انتقال آب خزر به سمنان هستند، در صورتی که همین مردم 1700 هکتار جنگلی رو که برای انتقال لوله نکا نابود کردن و اصلا نفهمیدن، اصلا واکنشی نشون ندادن. مردمی که برای سدسازا کف می زدن حالا کاری کردن که سدسازا جرأت نمی کنن
در ملأ عام اعلام بکنن که ما یه سد جدید ساختیم و آبگیری کردیم. اینها نکات مثبتیه و اگر ما بتونیم افزایش بدیم حساسیت مردم رو نسبت به موضوع مویسیس، نگاه کن آقای فتایی، امسال ما در بدترین شرایط فلاکت اقتصادی هستیم. ما در واقع یک جنبش خونین رو پشت سر گذاشتیم. بسیاری از مردم مطالبات جدی در حوزه سیاسی دارند و سقوط ارزش پول ملی ما به بدترین نقطه تاریخی خودش رسیده. یعنی هر کسی از بیرون به این جامعه نگاه کنه میگه این جامعه هر اولویتی داشته باشه اولویتش دیگه محیط زیست نیست. مثلا دیگه الان محلی برای صحبت از محیط زیست قاعدتا نباید باشه، اما میبینیم که تو سرود محبوبش شروین حاجی‌پور بخشیش رو به موضوع محیط زیست اختصاص میده. سرود انقلابیش کجا، کدوم انقلابی رو سراغ داریم که یکی از مطالباتش مطالبات محیط زیستی باشه؟ شما در واقع میبینید که مردم دارن توی همین شرایطی که فلاکت اقتصادی داره بیداد میکنه با مرگ پیروز اشک میریزن و اینا نشون دهنده توسعه یافتگی این مردمه که حتی در بدترین شرایط اقتصادی هم در واقع بی تفاوت نمیشن نسبت به تخریب محیط زیستشون. و اینو من یک نشانه مثبت و امیدوار کننده در بین 6 شاخصی میبینم که میتونه در واقع آینده محیط زیستی کشور رو ارزیابی بکنه و در واقع خط کشی بکنه. نگران بودم که نتونیم شاخصی رو پیدا کنیم که در اون وضعیت بهتری رو تجربه کنیم، اما همونطور که شما گفتید داره آدم واقعا مقایسه که میکنه میبینه که این آگاهی محیط زیستی افزایش پیدا کرده و اگر واقعا دولت ها با این همراهی میکردن، چون به نظرم میرسه این افزایش آگاهی بیشتر ناشی از فعالیت نهادهای مدنیه که واقعا توی شرایط دشواری هم این کار رو انجام میدن، اما اگر دولت ها هم از این بحث افزایش آگاهی محیط زیستی مردم حمایت کنن، زمینش رو براش بیشتر فراهم کنن، زمینه فعالیت تشکل های مدنی و مردم نهاد رو بیشتر فراهم بکنن، طبیعتا میزان بیشتری افزایش پیدا میکنه و میتونیم وضعیت بهتری رو هم شاهد باشیم. خیلی لطف کرده مهندس، میخوام بریم سراغ پرسش پایانی و اون پرسش اینه که محمد درویش برای سال 1402 اگر بخواد از بین همه آرزوهای محیط زیستی که داره یکی رو یا دو تا رو انتخاب کنه و بگه اینها مهمترین آرزوها هست نسبت به بقیه آرزوها، اون یکی یا دو آرزویی که برای سال 1402 دارید کدوم آرزو هست؟ ببینید، ما مشکلات خیلی زیادی داریم توی این کشور تو حوزه محیط زیست. نمیتونم انتظار داشته باشیم که یک شبه همش حل بشه، ولی من فکر میکنم اگر که دولت اراده بکنه که دست کم یکی از این مشکلات، یعنی بحث آلودگی هوا و ترافیک رو در شهرها حل بکنه، این اتفاق خیلی امید بخشیه و تقریبا همه ابزارهاش هم در اختیارشه. یعنی شما اگر بخواید تراز منفی سفره آب زیرزمینی رو دوباره به صفر برسونید، اگه بخواید انقراض رو در واقع متوقف بکنید، اگه پاک تراشی جنگل ها رو متوقف بکنید، در واقع خیلی پیچیدگی های زیادی در حوزه های مختلف داره. اما در مورد ماجرای مهار آلودگی هوا و ترافیک با توجه به تجربه های مثبتی که تو کشورهای دیگه هست، ما واقعا میتونیم کار مؤثر و معنیداری بکنیم. ما تو همون 4 سالی که در واقع در سازمان حفاظت محیط زیست بودم، ما میزان مسیرهای ایمن دوچرخ سواری رو از 11 کیلومتر به بیش از 1400 کیلومتر افزایش دادیم. پس این اتفاق میتونه بیفته. من آرزوم اینه که سال آینده ببینم که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که خودروی شاسی بلندش رو گذاشته کنار و دیگه با دوچرخه تردد میکنه، میره هیئت دولت رو برمیگرده، محافظاش هم با دوچرخه دنبالش میان و در واقع مشوقهایی برای پرسنل خودش قائل میشه، برای اون پرسنلی که در واقع اونها از خودروی شخصی استفاده نمیکنن
از وسایل امر و نقل عمومی یا از دوچرخه یا پیاده استفاده میکنم برای اومدن به پردیسان و دستورالعملی رو آماده میکنه که همه سازمان های زیر مجموعه دولت و همچنین سازمان های خصوصی که از ترویج دوچرخه سواری و پیاده روی و تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به بوم محوری حمایت بکنن، از این مشوق ها و از این معافیت های مالیاتی برخوردار میشن. اگر این اتفاق را علی سلاجقه رقم بزنه، که من اینو البته یک آرزو میدونم، یعنی من همچین اراده ای رو متاسفانه در او که همکلاسی خودم هست در دانشگاه متاسفانه نمیبینم، ولی اینو به عنوان یه آرزوی قشنگ برای سال 1402 در دل خودم محفوظ میدارم. بسیار عالی، ممنون. دوستانی که داخل برنامه هستن میتونن پرسش‌های خودشون رو به صورت حضوری طرح بکنن، اون علامت دست رو اگر بزنن من میبینم و ازشون درخواست میکنم که میکروفون و در صورت تمایل دوربینش رو باز کنن و بتونن پرسش‌های خودشون رو طرح کنن. متو اون موقع آقای مهندس، یکی از دوستان پرسیدن که حالا جدا از اینکه دولت‌ها چه کار باید انجام بدن، آیا کارهایی هست که مردم فارغ از دولت‌ها میتونن خودشون متولیش بشن و اون کارها رو انجام بدن؟ البته این بخش رو حس میکنم شما، ما یک برنامه ای داشتیم برای جشن سپندار مزگان، در بخشی از برنامه به نکاتی اشاره کردید، گزیده ها و فراز های مهم اون بخش هم منتشر شده و دوستان میتونن به اون مراجعه بکنن. یک نکته دیگه ای که الان به ذهنم رسید که در ارتباط با بسیاری از حوزه ها و شاخص هایی که مهندس درویش فرمودند، در ایران پایدار در سال گذشته خوشبختانه برنامه های با حضور متخصصین حوزه های مختلف برگزار شده. اگر اطلاعات دقیقتری دوستان میخواستن داشته باشند در مورد وضعیت ایران در اون حوزه، عواملی که باعث اون وضعیت شده و احیانا راهکارها و راهبردهایی که میشه به اونها فکر کرد، میتونن به هر کدوم از اون برنامه ها مراجعه کنند. تا اینجا در حقیقت منهای نکاتی که دوستان دیگه ای طرح کردن و جنبه پرسش نداشته، ما فقط این پرسش رو داشتیم آقای مهندس. حالا تا در ادامه برنامه بعد از اینکه شما به این پاسخ دادید، ببینیم آیا دوستان پرسشی دیگه ای رو خودشون طرح میکنن یا خیر. در خدمتون هست. بله، علاوه بر اون 7 موردی که قبلا گفتم، یه مسئله که الانم داغه بحث همین 1 میلیارد درخته که دولت هم داره دم میزنه از این که میخواد 1 میلیارد درخت بکاره. خب ما عملا و به تجربه دیدیم که اینها لاف در غربته، یعنی دولت حتی نمیتونه الان به ما 100 هکتار جنگل کاری نشون بده که در واقع انجام داده و موفق بوده و الان مثلا نهالای 10 ساله و 12 ساله ما داریم، نداریم. یعنی ما دولت فقط اومده کاشته یا بس پاشیده و رفته، چون نتونسته هنر تعامل با جامعه محلی رو بلد نبوده، نتونسته در واقع معیشت های جایگزین براشون معرفی کنه، نتونسته مشکل دامشون رو حل بکنه، مشکل کشاورزی در زیر رشکوب رو حل بکنه و به این ترتیب خودم طرح همه با شکست رو برو شده. اما یه لکه هایی تو کشور خود مردم در واقع کمک کردن و اینها شکل گرفته و رفته جلو. ما با اینجا تو این برنامه با سعید انصاریان گفتگو کردیم در الگن که خب با دست خالی و به کمک جامعه محلی تونسته 1000 هکتار از جنگل های زاگرس رو قروق بکنه و ما اونجا بیش از 200 هزار نهال در واقع نهال 2 ساله و 3 ساله الان اونجا در اومده. شما اونجا رژه بلوط ها و ارژن ها رو میبینید. من متخصصین کشور رو بردم اونجا و اونا اصلا از دیدن این منظره شگفت زده شدن. ما در واقع شاهد این بودیم که مردم اومدن به کمک عادل سالاری در یه منطقه محروم در کهنوش و تعداد وحوش رو 8 تا 10 برابر افزایش دادن و در واقع زیستگاه امنی برای خرس سیاه ایجاد کردن. ما شاهد این هستیم که آقای علی نصیری و دوستانش در منطقه پاقلات در لامرد در استان فارس تونستن یه پرنده ای رو که در معرض خطر انقراض بوده نجات بدن و چنان امنیتی براش ایجاد کنن که اون پرنده الان تو کوچه باقای پاقلات میشنه رو تخمش و کسی اذیتشون نمیکنه. ما این تجربه رو تو حسین آباد سربیشه داشتیم، تو دیزباد بالا داشتیم. مردم در واقع میتونن در واقع به کمک یه همچین شخصیت های حقیقی که در کشور وجود دارن در واقع کمک بکنن به روند تاب‌آوری. دریاچه ارومیه، بختگان، زاینده رود، گاوخونی، کارون، چرخه، بلوط ها، ارژن ها،
اینها متعلق به ایرانه و متعلق به هر کسی که خودش ایرانی میدونه، فارغ از اینکه الان در این مقطع چه کسی داره بر ما حکومت میکنه، ما از اون خوشمون میاد یا نمیاد، ما باید عاشق این اندوخته های وطنمون باشیم و تا اونجایی که میتونیم ازش حمایت بکنیم و این کار ما باید انجام بدیم و نباید فکر بکنیم که اگر الان تلاش کنیم جنگل ها حفظ بشه، اگر الان تلاش بکنیم طرح 1 میلیارد درخت با موفقیت انجام بشه، داریم در واقع کمک به کسایی میکنیم که از حکومتشون یا از مدیریتشون خوشمون نمیاد. هر کاری که من داشتم میگفتم، گفتم دولت ابراهیم رئیسی داره میگه میخوام 10,000 مگاوات برق از طریق خورشید تامین کنم، میگم دمت گرم، من به تو رأی ندادم ولی از این کارت حمایت میکنم. در اصفهان اعلام شده میخوایم 600 مگاوات بزرگترین نیروگاه برقی کشور رو بسازیم، من میگم دمت گرم آقای فولاد مبارکه که من با عمل کرده مخالفم، اما این کارت رو حمایت میکنم. ما باید در واقع فارغ از هر نوع گرایی که داریم به ایران فکر کنیم و به تاباوریش فکر بکنیم و تلاش بکنیم که همین تر 1 میلیارد درخت مشکلاتش حل بشه و به درستی اجرا بشه. نباید بزنیم زیر کل ماجرا و بگیم که شما عرضه ندارید، نمیتونید و نمیشه و تموم، و اونا میگن خاله خب نمیخواد که انجام بدیم. ما میگیم اوکی، میخواین بودجه بذارید، میخواین این کارو بکنید، خب از متخصصین دعوت بکنید، ما حاضرین بیایم به شما کمک بکنیم و بگیم چرا طرحهای قبلی شکست خورده و حالا باید چیکار بکنیم. این کشور رو از خودمون بدونیم و تلاش بکنیم تا در واقع به سمت تاباوریش حرکت بکنیم. سپاسگزارم آقای مهندس. پرسش دیگه ای طرح نشده. از اونجایی که فکر میکنم احتمالا ممکنه که این آخرین برنامه محیط زیستی ما در سال 1401 باشه و برنامه بعدی رو احتمالا در سال آینده برگزار میکنیم، امیدواریم با کیفیت بهتر، با حضور متخصصین بیشتر. اگر صحبت پایانی با بینندگان این برنامه هست یا صحبتی هست که میخواید به عنوان آخرین صحبتی که با بینندگان و مخاطبان این برنامه در سال 1401 میکنید، من در خدمتون هستم. منم واقعا تشکر میکنم از خودت، از تیمت و از همه مردمی که توی این مدت در واقع ما رو تحمل کردن، ما رو تماشا کردن. من امیدوارم که سال آینده بتونیم هم به عنوان یک شخصیت حقیقی رفتارهای محیط زیستی بیشتری رو به نمایش بذاریم و هم به عنوان یک کنشگر بستری رو فراهم بکنیم تا تغییراتی رو که دوست داریم در قوانین اتفاق بیفته. اون چیزی رو که توصیه میکنم هرگز فراموش نکنیم اینه که ناامید نشیم، تسلیم نشیم و احساس نکنیم که خانه از پای بست ویران است و دیگه کاری از دست ما ساخته نیست. سپاسگزارم آقای مهندس درویش. بله واقعا مجموعه ایران پایدار، حالا من ممکنه که جلوی دوربین برنامه ها هستم و دوستان ممکنه من رو ببینن، اما جمعی از افراد دوستان پشت این برنامه هستن. این برنامه ها حاصل همکاری جمعی تعداد زیادی از افرادی که حالا در حوزه گرافیک، ضبط برنامه و حوزه های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و کنار هم قرار گرفتن اونهاست که در نهایت خروجی هایی رو حالا با هر کیفیتی که ممکنه بینندگان و همراهان مجموعه در مورد اون قضاوت داشته باشن داره پدید میاره. باید از همه اونها سپاسگزاری کنیم. امیدوارم برنامه‌ای رو برگزار بکنیم که همه اون دوستان هم حضور داشته باشن و با تصویرشون و با خدماتشون بیشتر آشنا بشیم. آقای نادر عراقی، آقای مهندس درویش پرسش رو فکر می‌کنم می‌خوام خودشون شخصا طرح کنن، اگر موافق باشید در خدمت ایشون باشیم و پرسششون رو بشنویم یا اگر نکته‌ای دارن. آقای عراقی ما در خدمتتون هستیم، میتونید میکروفونتون یا احیانا اگر دوست داشتید دوربینتون رو باز کنید تا در خدمتتون باشیم و نکته یا پرسشتون رو بشنویم. درود بر شما، صدای من رو دارید؟ بله آقای عراقی، با کیفیت عالی. حقیر از ارادتمندان و دوران کنندگان کانال معرفت خیز ایران پایدارم و از دوستداران جناب درویش عزیز. واقعا ابعاد فاجعه‌ای که در باب در محیط زیست
مهندس اعلام فرمودند ملال آوره. اما چیزی رو میخوام بگم که علی‌رغم این موضوع که اعلام میکنید توسعه اندیشه در باب محیط‌زیست رشد داشته، ولی هنوز ما تا سرحدات معقول اون اخص حتی بین قشر تحصیل کرده فاصله داریم. آقای فتایی، حرف رو باید زد و درد رو هم باید گفت. حقیر به همراه همسر محیط زیست دوستم تلاش میکنیم تولید زباله تر رو در منزل به حداقل برسونیم از طریق خوش کردن این نوع زباله در بالکن خانه یا به طرق مختلف دیگه. اما وقتی در راستای روشنبینی این بحث این برنامه رو نزد دوستان اعلام میکنیم، دوستانی که حتی تحصیل کرده هستند، متاسفانه مورد تمسخر قرار میگیریم و حتی یکی از دوستان که تحصیلات دانشگاهی بالایی داره به من میگه که عراقی فکر آب باش که نمیدونم فکر نون باش که خربزه آبه. واقعا این مسائل رنج آور هستش. ما هنوز تا رسیدن به اون سرحدات معقول زیستن خیلی فاصله داریم و خب البته تلاش شما و دوستان واقعا ارزشمند هستش. این رو من فقط خواستم به عنوان یک درد دل بگم که خیلی کار داریم تا رسیدن به سرحدات معقولانه زندگی. سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم آقای عراقی از مهری که به مجموعه داشتید و نکته‌ای که فرمودید. آقای مهندس درویش در خدمت شما هستیم اگر نکته‌ای هست. منم خدمت آقای عراقی سلام عرض میکنم. بله ببینید آقای عراقی، همین که شما الان ابراز ناخشنودی میکنید از میزان حساسیت مردم به محیط زیست و اون رو راضی کننده نمیدونید، یه علامت مثبته. یعنی اینکه شما در واقع انتظار بیشتری از مردم دارید. این انتظار بیشتر 10 سال پیش آیا به همین قدر بود؟ 20 سال پیش به همین قدر بود؟ یعنی در واقع خودمون هم داریم تغییر میکنیم و چون خودمون تغییر کردیم و نسبت به موضوع محیط زیست حساس تر شدیم، مطالباتمون هم جدی تر شده. ما در فرایند زندگی شاید متوجه تغییر خودمون نباشیم، اما واقعا این اتفاق افتاده. من فکر میکنم که یه جمله زیبایی مولانا داره، چند بارم من گفتم که فرق بین آدم هوشمند با آدم خردمند اینه که هوشمندها دنبال تغییر جهانن، اما خردمندها دنبال تغییر خودشون هستن و هوشمندها اکثرا در واقع دچار افسردگی میشن، دست به خودکشی میزنن چون که نمیتونن به هدف خودشون برسن، اما خردمندها در نهایت به آرامش میرسن. همیشه خردمند امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. ما به جای این که نگران این باشیم که دیگران چه فکری در مورد ما میکنن، ما بهتره که سلوک خودمون رو ادامه بدیم. من وقتی که مدیر کل بودم در سازمان محیط زیست و خودروی شخصی و خودروی دولتی و راننده رو گذاشتم کنار و با دوچرخه شروع کردم به تردد، همکاران من مسخره میکردن. من وقتی شروع کردم به اینکه یه وبلاگ بنویسم در حوزه محیط زیست به نام مهار بیابانزایی، اعضای هیئت علمی مؤسسه منو مسخره میکردن که درویش مردم نمیدونن محیط زیست چیه، حالا تو میخوای در مورد کنترلینگ دزرتیفیکیشن بنویسی؟ انسان سازی فرایند 100 ساله است، ما باید صبور باشیم و ادامه بدیم. چندی پیش که تعداد خودرو سوارها برای اولین بار از تعداد دوچرخه سوارها در کوپنهاگ پایتخت دانمارک، پنجمین شهر توسعه یافته جهان، برای اولین بار تعداد خودرو سوارها کمتر شد، شهردار کوپنهاگ یک جشن گرفت و یه جمله گفت. گفت این حاصل یک برنامه 47 ساله است. 47 سال در کوپنهاگ تلاش کردن تا مردم داوطلبانه خودروهاشون رو گذاشتن کنار، سوار دوچرخه شدن. پس ما هم باید صبور باشیم و ایمان داشته باشیم و تلاش بکنیم که به جای اینکه در واقع از داشتن خار برای گلها بنالیم، از اینکه خارها گل دارن کیف کنیم. ممنونم. خانم مهری رمضانی در خدمت شما هستیم. رمضانی اگر صدای من رو دارید میتونید میکروفونتون رو باز کنید و نکته یا پرسش اگر دارید طرح بفرمایید. با سلام خدمت آقای درویش و همکاران. ببخشید صدای من میاد؟
درود خانم رمضانی، بله صداتون رو کامل داریم، بفرمایید. من با تشکر از شما میخواستم بگم که این حوزه و این شاخصی که در مورد همین فرهنگسازی میگین، حتی چیزای اگر هرچی بیشتر رو این کار بکنین، چیزای کوچیک کوچیکی که ما میتونیم به عنوان یک فرد انجام بدیم برای محیط خودمون. ما اکثرا الان این کسایی که داریم گوش میدیم همه شهرنشین هستیم دیگه، تو شهر بزرگ تهران اکثرا هم هستیم. ما چه کارهای هر چند کوچیک اندکی که میتونیم انجام بدیم، یک بخشی اینا رو ریز به ریز توضیح بدیم که ما هم در ارتباط با کسایی که دورورمون هستیم بتونیم اینو هرچی بیشتر گسترش بدیم. ممنون از توضیحاتتون. سپاسگزارم خانم رمضانی. آقای مهندس، نکته‌ای هست در ارتباط با صحبت خانم رمضانی؟ نه، کامنت خوبیه و باید تلاش بکنیم. بله، درود بر شما. بسیار عالی. ما سعی میکنیم در بخش پایانی اکثر برنامه ها، چون عموما این پرسش در برنامه های محیط زیستی پرسیده میشه که خب حالا ظاهرا چندان امیدی نمیشه به دولت ها داشت، اما خودمون چطور چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ معمولا در بخش انتهای برنامه ها نکاتی طرح میشه و عزیزان اگر دوست داشتن نسخه صوتی اون برنامه ها رو گوش بدن، یک سری نکات در اون برنامه ها طرح شده، اما نکته اصولا مهمیه و سعی میکنیم از این به بعد هم بیشتر روش متمرکز شیم. آقای سهرابی در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم خدمت همه دوستان. عرض شد که من دو تا مورد بود میخواستم مطرح کنم. مورد اول یک سوال بود راجع به بحث درختکاری. یه برنامه من تلویزیون میدیدم که توی حالا یکی از این شهرهای آفریقای جنوبی بود که اینا به این نتیجه رسیده بودن که مشکل نبود آبشون به دلیل وجود یک سری درختان خاصی بوده اونجا و شروع کردن این درخت ها رو قطع کردن چون ریشه هاشون میرفت و آبهای زیرزمینه اینا رو تهدید میکرد. حالا این درختکاری که الان خب خیلی هم مد شده ما داریم انجام میدیم، آیا این موارد هم توش لحاظ میشه؟ یعنی ما اینا رو مد نظر قرار میدیم یا نه؟ مورد دوم هم راجع به دشت آزادگان بود، چون من به خاطر کارم اونجا تردد دارم، میخواستم بپرسم که آقای درویش بفرمایند اونجا الان وضعیتش به چه صورته؟ چون واقعا این مناطقی که ما میدیم و اونجا حالا حفاری هم انجام میشه خیلی خشک و لمیزرع شده. این دوتا مورد رو من میخواستم مطرح کنم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای سهرابی. آقای مهندس در خدمت شما هستیم. بله، منم سلام عرض میکنم خدمت آقای سهرابی عزیز. در مورد درختکاری باید حواسمون باشه که اگر درخت رو درست انتخاب بکنیم، متناسب با توان بومشناختی منطقه انتخاب بکنیم، بومی منطقه باشه، در واقع هر درختی به افزایش تولید آب در منطقه کمک میکنه و هرگز منجر به تاراج سفره آب زیرزمینی نمیشه. اما اگر درختان بومی نباشن، متناسب با توان اکولوژیکی منطقه نباشن، نیاز به آبیاری های متعدد داشته باشن، مثلا کاشت کنوکارپوس در مثلا منطقه خوزستان یا در واقع سمر پاکستانی یا آمریکایی یا همون کهور پاکستانی یا آمریکایی یا پالوونیا، بله این میتونه همچین مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خوشبختانه سازمان جنگل ها یا همین سازمان منابع طبیعی اخیراً در واقع تلاش های نسبتاً قابل قبولی رو داره انجام میده که از گونه های بومی و با خواهش های اکولوژیکی متناسب با هیرکانی، ارسباران و زاگرس عمدتاً در واقع این گونه ها رو انتخاب بکنه و بکاره که در واقع همچین اتفاقاتی رو که قبلا ما شاهدش بودیم، مثلا ما شاهد بودیم که گونه سوزنی برگ بردن توی منطقه توی زاگرس یا توی هیرکانی کاشتن و به این بهانه هم کاشتن که ما اونجا برای جلوگیری از تعرض کشاورزان سریع بریم فقط یک گونه بکاریم. دیگه الان این خطاها تکرار نمیشه، مردم هم خیلی هوشیارتر شدن و میتونم به شما قول بدم که در واقع دیگه گونه غیر بومی یا نامتناسب با توان اکولوژیکی تو دستور کار برای کاشت نیست. در مورد دشت آزادگان متاسفانه حق با شماست. ما بعد از اینکه سد کرخه رو ساختیم و در واقع حورالعظیم رو
هم محدودش رو کوچیک کردیم و هم اون 120 هکتاری 120 هزار هکتاری که مونده بود و به 5 بوسچه تقسیم کردیم و جاده کشی کردیم و اون رو دست پیمانکار چینی سپردیم که چون گفته بود که اگر خشک به من تحویل بدین من 20% تو هزینه ها به شما تخفیف میدم. متاسفانه در واقع اونجا رو تبدیل به چشمه تولید گرد خاک کردیم. عین همین ماجرا تو سمت عراق هم اتفاق افتاد، یعنی شما با عکس ماهواره میتونید ببینید. و این سوال جدی هست که چرا هورالعظیم که مهمترین در واقع تالاب بین الملل، مهمترین تالاب ما بوده و مهمترین تالاب خاورمیانه و آسیای جنوب غربیه، چرا حتی در دولت شاه هم هیچ تلاشی برای ثبت جهانیش در کنوانسیون جهانی رامسر نشد؟ و این نشون دهنده اینه که توافق از پیش اعلام نشده ای بین ایران و عراق بوده برای اینکه اینجا رو خوش کنن تا زودتر بتونن نفتش رو استخراج بکنن. و وزارت نیروی ما با ساخت سد کرخه کمک کرد به این جنایت بزرگ. سپاسگزارم. آقای مهدی میر در خدمت شما هستیم، اگر نام خانوادگیتون رو کامل تلفظ کرده باشم. سلام خدمت شما آقای سجاد و آقا محمد درویش، ارادت دارم خدمتتون. ببخشید من خونه هستم دیگه، حریم خصوصی خیلی رعایت میکنم، دوربین رو روشن نمیکنم، جسارت میکنم. بزرگوار، من فقط چیزی که به این عقل ناقص خودم میرسه این هستش که با وجود فکر امثال آقای درویش که خدا بیشترشون کنن، اینقدر ما نسبت به 10 سال پیش 15 سال پیش نسبت به منابع طبیعیمون به هر حال بیشتر دقت میکنیم. من این رو واقعیتش نه از شعور دانشگاهی میبینم، نه از شعور مدرسه و نمیدونم علوم مختلف میبینم، همین دانشی که باب شد توی حالا اصطلاحا شبکه‌های اجتماعی یا بعضا تلویزیون، خب همین برای ما چرز کنم یه غنیمتی بود. شاید 15 سال پیش شما هر گوشه میرفتین، از همین پارک چیتگر تو غرب تهران تا پارک لویزان تو شرق تهران، همیشه دوست داشتیم 13 به درها یه آتیشی روشن کنیم و یه آسیبی بزنیم. ولی بازم ببخشید که انقدر سوالم یا درخواستم یا اون کامپلیمنتی که انجام میدم انقدر دست پایین هست، ولی چیزی که من الان میبینم واقعیت این که تو سال 1402 ما تتمه همون راهی که تو این 15-20 سال رفتیم جلو و فهمیدیم که منابع طبیعی رو باید چقدر جدی بگیریم، ما جست گریخته بحث این مولدسازی رو میشنویم و این مولدسازی فکر میکنم سال آینده هممون رو تحت تاثیر قرار میده، تحت شعاع قرار میده و ما متاسفانه به عنوان کسی که یه دغدغه محیط زیست داریم، حالا از دغدغه میتونه این باشه که مثلا یه زمین خالی نزدیک محل سکونتمون هستش که واقعا نمیدونیم به بهونه مولدسازی شاید سال آینده سال بعدیش 1403 دست به تغییرات کاربری بده. چیزی که من میبینم این که شهرداری تهران خب به هر حال با مدیریت جدیدش یه مقداری ممکنه نسبت به محیط زیست کم لطف باشه و این چیزی باشه که خب به هر حال از دست ما مردم و کسایی که به هر حال کوچه بازاری محسوب میشیم واقعا ما دستی نمیتونیم، ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. نهایت اینه که تو همون محیط زندگیمون توی اگه مثلا خونه ویلایی داریم تا جای ممکن دور و بر هی کوچه و به قول معروف اینجور جاها رو هی با درخت پر کنیم که حداقل بقیه یه مقداری خب چیز باشن، یه مقدار کانسرن باشه آقا به هر حال داره یه اتفاقاتی میفته، ما قرار نیست این زمین و اصلا اشکال نداره مثلا پول آبش و اینجور چیزا هم خودمون تهیه میکنیم به هر حال یه جوری، ولی باید حواسمون حداقل به این 3-4 سال باشه. من فکر میکنم بحث این مولدسازی و خصوصی سازی نوبینی که این شکلی اسمش اتفاق افتاده ما رو خیلی آسیب خواهد زد و اگر دست به جنبونیم حالا از همین بافت شهری دوچار مشکل میشه تا شما به هر سمت شمال و جنوب تهران، غرب تهران، شرق تهران بریم این رو میبینیم. من خیلی خوشحال میشم که جناب آقای درویش یا شما تو برنامه خیلی خیلی وزین و موقرتون نسبت به این موضوع هم خب به حال از همین جلو جلو یه رد آلرتی بذارین، یه به قول معروف یه چیزی باشه که حداقل در حد این جمع 30-40 نفره‌ای که اینجا داریم گوش میکنیم نسبت به این اتفاقات
به قول معروف حواشی که به وجود میاد بی تفاوت نباشیم. ببخشید که زیاده گویی کردم، اگه شما نظری دارین در این خصوص ممنون میشم که ما رو راهنمایی بفرمایید. این پیشنهاد خوبی رو آقای میر مطرح کرده. من فکر کنم میتونی یکی از موضوعات تو ایران پایدار این باشه که شما با حضور کارشناسان عمدتا اقتصادی به ابعاد مختلف این طرح مولدسازی بپردازید. الان ما واقعا اطلاعات زیادی نداریم، ما نمیدونیم که مثلا دولت نیومده، حکومت نیومده اعلام بکنه که آقا مثلا این 400 تا در واقع مصداق قراره که مشمول پروژه مولدسازی بشه، که ما بیایم بگیم که آقا این درسته یا غلطه. مثلا آیا مثلا فلسفه این تر اینه که فرضاً چرا باید یه بانکی 1000 تا شعبه داشته باشه با وجود تلفن‌های هوشمند و آبر بانک، و خب این شعبه رو اگر ببره بفروشه و تو فرایند تولید ازش استفاده بشه خب بهتره. یکیش اینه که بگن که برای چی ما مثلا باید 90 میلیون هکتار منابع طبیعی داشته باشیم، این 90 میلیون هکتار به چه درد این مملکت میخوره، بریم اینا رو بفروشیم و باهاش پول تولید بکنیم. اینا دو سوی در واقع ماجرای مولدسازی باشه، ولی ما که نمیدونیم، ما واقعا هیچی نمیدونیم. دولت کاملا محرمانه داره عمل میکنه، مصداقهای مولدسازی رو برای ما عیان نکرده که چه چیزهایی رو قراره به فروش برسونن و در واقع چه کسانی در این مزایده ها قراره به صورت عادلانه و بدون رانت‌های اطلاعاتی شرکت بکنن. ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گسترده‌ای داره و این بالاتر از موضوع محیط زیسته و امیدوارم که در واقع ایران پایدار تو یک برنامه مشخص به این ماجرا بپردازه. ممنونم آقای مهندس. یکی از دوستان هم پرسشی رو نوشتن و این هست که گفتن واقعیتش من در صحبت‌های جناب آقای مهندس درویش صحبتی در مورد تغییر سبک زندگی فردی در جهت حمایت از محیط زیست به صورت بومی و حتی جهانی ندیدم. منظورم به ویژه در راستای نوع تغذیه هست. زمانی که می‌دونیم برای تولید یک لیتر شیر حدود 1000 لیتر و برای یک کیلو گوشت قرمز حدود 15000 لیتر آب مصرف میشه و در این حال نگران هدر رفت منابع آبی هستیم. ممنون میشم نظرشون رو در این رابطه با ما در میان بگذارن. البته آقای مهندس درویش تصور میکنم در هر برنامه یک اینچنین نکاتی رو طرح میکنن، در همین برنامه در پاسخ دوست دیگری نکاتی رو فرمودن، در برنامه جشن سفندار مزگان نکات دیگری رو گفتن و در هر برنامه چون عموما این پرسش طرح میشه که وظیفه افراد چیه، چه تغییراتی در سبک زندگی میتونیم بدیم که وضعیت محیط زیستی بهتری داشته باشیم، عموما به نکاتی اشاره میکنن. این نکته به نظر من رسید، اما آقای مهندس درویش در خدمت خودتون هم هستیم اگر نکته‌ای هست بفرمایید. بله، من توصیه میکنم این دوست عزیزمون همین برنامه قبلی رو که با خانم عرفان نظرآهاری داشتیم در مورد جشن سپندار مزگان ببینن. من اونجا مشخصا به 7 عادت در واقع مردم دوستدار محیط زیست اشاره کردم که خب یکی از این عادت‌ها هم عادت‌های غذاییه، یعنی ما باید بریم به سمت کاهش مصرف پروتئین حیوانی در سبد غذاییمون. و این رو چون من دیگه بارها تکرار کردم فکر کنم دیگه خیلی لطفی نداشته باشه که بازم در موردش اینجا هم صحبت بکنیم، ولی توصیه میکنم این دوستان برن و برنامه‌های قبلی رو ببینن. من مفصلم توی کانال خودم در یوتیوب 5 تا ویدیو در این باره منتشر کردم که باز دوستان میتونن ببینن، youtube.com/محمددرویش. ممنونم آقای مهندس. یکی از دوستان گفتن که آیا کاج درخت مهاجمه آقای مهندس؟ ببینید، کاج الداریکا از ترکیه وارد ایران شده و در واقع بومی ایران نبوده. ما در واقع سوزنی برگ بومی ارث داریم در ایران وجود داشته، ولی این شایعاتی که در مورد کاج الداریکا وجود داره که نمیدونم سمیه یا باعث میشه حاصلخیزی خاک کاهش پیدا بکنه، اینها خیلی در واقع به واقعیت نزدیک نیست. مرحوم دکتر جمانشیر یک کتاب مفصلی در مورد ویژگی های کاج نوشته و در واقع کاج با توجه به این قدمت 60 ساله که الان داره و وارد ایران شده تقریبا دیگه اهلی شده، دیگه از حالت وحشی خارج شده و در جاهایی که کاشته شده
برای کارکردهای شهری کاملا توصیه میشه. ما برای رویشگاه‌های طبیعیمون اصلا کاج رو توصیه نمی کنیم، ولی یک گونه با مقاومت بالاست که میتونه فضای سبز درخوری رو در شهرها ایجاد بکنه، نیاز آبیش هم کمه. یکی دیگه از دوستان هم پرسیدن که آیا اون موضوعی که آقای میری فرمودن در ارتباط با آب دادن و کاشتن درختان آیا خودش شامل ملاحظه‌ای در مورد وضعیت منابع آب ایران نمیشه؟ همطور که گفتم درختها اصلا شما نگران آب دادنش نباشین، چون همه میگن آقا 1 میلیارد درخت میخوایم بکنیم، آبش از کجا میاد؟ این 1 میلیارد درخت میتونه بیش از 1 میلیارد متر مکعب آب تولید بکنه. اصلا شما نگران درخت ها وقتی کاشته میشن سایه میندازن در زیر سطحشون، میزان تبخیر رو کاهش میدن. درخت ها باعث میشن فرسایش پاشمانی کاهش پیدا بکنه، ضریب هرزاب کاهش پیدا میکنه، این فیلترشن یا نفوذ عمودی آب در خاک افزایش پیدا بکنه، درختان ظرفیت گرمای ویژه رو افزایش میدن، تفاوت دمای شب و روز رو کاهش میدن، یعنی میزان تبخیر رو کاهش میدن و همش به در واقع افزایش تولید آب در کشور منجر میشه. ولی شرطش هم که گفتم اینه که درختی رو که انتخاب میکنیم متناسب با توان بومشناختی منطقه باشه. ما اگر تو هیرکانی، توی زاگرس و تو ارسباران که 8 میلیون هکتار جنگل از دست دادیم گونه‌های مناسب این مناطق رو بکاریم، اصلا اونا نیاز به آبیاری ندارن و خودشون مستقر میشن. فقط یکی دو مورد اول که این نهالا رو کاشتیم، حتی اگر ما اونجا رو قروق بکنیم به شکل کامل با حمایت جامعه محلی، حتی نیاز به کاشتن درخت هم نداریم. مگه سعید انصاریان 200,000 نهال کاشته در زاگرس؟ فقط اونجا رو قروق کرده و این جوانه‌ها سر به آسمان تعظیم کردن و به آفتاب سلام کرد. سپاسگزارم آقای مهندس، خیلی خیلی لطف کردید، در این یک سال زحمات زیادی دادیم و از صحبتاتون هم خیلی استفاده کردیم. از دوستانی که ما رو امشب هم همراهی کردن تشکر میکنیم، دوستانی که بعداً نسخه صوتی و تصویری این برنامه رو در سایت ایران پایدار، در کانال آپارات یوتیوب ایران پایدار و کانال تلگرام ایران پایدار یا کست باکس ایران پایدار میبینن و میشنوند، از اونها هم سپاسگزاری میکنیم که برنامه های مجموعه رو دنبال میکنن. به من دستگیش نکته خاصی باقی نمونده، صحبت پایانی نیست. قربان شما، سپاسگزارم. این گزارشی بود از وضعیت محیط زیست ایران در 2561 سال تأسیس کشوری به اسم ایران و در سال 1401 خورشیدی. امیدوارم در سال 1402 و در سال 2562 وضعیت بهتری رو از نظر محیط زیستی تجربه بکنیم. وقتی که در پایان‌های محیط زیستی رو دنبال میکنیم، خبرهای بسیار بیشتری نسبت به خبرهای ناگوار وجود داشته باشه، وضعیت شاخصهامون تغییر کرده باشه. اصولاً حداقل دولت مردان با هر گرایشی انقدر خردورز شده باشن که در پایان اون سال یک گزارشی رو به ملت ایران ارائه بدن در مورد وضعیت محیط زیست ایران در ارتباط با شاخص‌های مختلف و اصولاً بدونیم که در کجای کار قرار داریم و داریم به چه سمت حرکت می‌کنیم. باز هم از همه دوستان سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم شب خوبی داشته باشید. مهندس درویش عزیز خیلی لطف کردید و شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. امیدوارم پیش از پایان سال فرصت و مجالی فراهم بشه و از نزدیک دیداری داشته باشید. خیلی ممنونم، متشکرم، قربون شما برم. من فردا دارم میرم به سمت زنجان، برمیگردم میرم به طالاب گاوخونی، تا 26 طالاب گاوخونی هستم، بعدش هم میرم رامیان تا شب عید و انشالله ما دیگه سال آینده هم دیگه رو ببینیم. سپاسگزارم، امیدوارم خوش بگذره و اتفاقهای خوبی رو هم توی سفر تجربه بکنیم. قربون شما، همه خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار. Thank you.